با سلام به شما، امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 29 نوامبر سال 2013 میلادی برابر با 8 آذر ماه 1392 با هم هستیم، برنامه سوربی با مردم، اوقات بهتری داشته باشید. امروز الان اینجا ساعت 2:06 هست به وقت واشنگتن شرق آمریکا، پایتخت آمریکا 11:02 به وقت غرب آمریکا. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اینجا پس از دیدن آگهی ها با آقای دکتر عبدالستار دوشوکی خواهیم بود که ایشون در رابطه با بلوچستان، اوضاع و احوال بلوچستان، چه بلوچستان در پاکستان چه بلوچستان در ایران صحبتی داشته باشند و در رابطه با راهپیمایی 750 کیلومتری که زنان و خانواده های بلوچ به دنبال گمشدگانشون میگردن، همسرشون، فرزندشون، پدرشون، برادرشون، و این یک مسئله بزرگی در اون منطقه شده، ولی آقای دوشوکی شکایت میکرد که چرا تلویزیون های ایرانی، رسانه های ایرانی در این مورد صحبتی نمی کنن. اجازه بدید من تاریخ 29 را هم اینجا بذارم برای دوستانی که یه وقت ممکنه به اصطلاح یادشون نیاد که این برنامه چه روزی هست. بله، 29 نوامبر. و خبرها زیاد هست، ولی در آمریکا به علت اینکه تعطیلی Thanksgiving Day یا روز شکرگزاری بود، دیروز تعطیل، معمولا اینجا هم اینجوری اگر یه دوشنبه تعطیل باشه جمعه هم از این ور میزنن بهش، میکننش 4 روز. اگر پنجشنبه تعطیل باشه جمعه هم باز فدا میکنن و میشه پنجشنبه، جمعه، شنبه، یه شنبه. و سازمان های دولتی بعضی هاشون اینجا تعطیلن، ولی دیدم که پست و اینها کار میکرد. حالا چه قسمتیش تعطیله چه قسمتیش نیست، این هم فرق میکنه. دلیلش هم اینه که توی آمریکا همین حکومت فدرالیسم اینها که هست، اون حالت خودمختاری رو که میده، کل آمریکا یه حق و حقوقی داره، هر ایالتی یک حق و حقوقی داره، هر شهری، استانی، فرمانداری برای خودش یه حق و حقوقی رو به اصطلاح نگه داشته و رزرو کرده و ازش استفاده میکنن. و من نمیدونم، ولی دیدم که فکر میکردم که پست امروز کار نمیکنه، پست کار کرد. حالا از بانک و مانک و اینها خبر ندارم. و اما ویدیوهایی میاد گهگاه که، یا نوشته هایی میاد، آدم واقعا شاخ در میاره. این دوستمون آقای عزیزان یک ویدیویی رو فرستاده بود و روی وبسایت خودش هم نوشته بود که جمشید مشایخی، یا نوشته بود تلویزیون کانال 1 ایرانی ها آذری ها را سگ خوانده. و من گفتم ببینم چجوریه، چون چند سال پیش هم چند تا کاریکاتور و اینها بود کشیده بودن، سرصداهایی درست شده بود اینها. بعد رفتم نگاه کردم، دیدم بنده خدا آقای جمشید مشایخی، این هنرمند قدیمی، گویا تولدش بوده، تلویزیون ازش دعوت میکنه که بیاد. بذارید با هم ویدیو رو ببینیم بعد صحبت کنم، شاید بهتر باشه، شاید شما هم وقتی میشنوید همین برداشت غلط رو داشته باشید. بعد من توضیحی که میدم امیدوارم اون صحیح بشه، تصحیح بشه. بشنویم با هم گفته این آقای مشایخی رو که گفته آذری ها سگ هستن. ببینیم. فردا تولدتون یا امروز؟ ششم. ششم آذر. آذرمایه چطوری هن؟ چون پدر من هم آذریه. آذری ها بالا میگن سگ هست. یعنی بد اخلاقی دارم؟ نه نه، بس عزیز. اولا زشت‌ترین کاری که امکان داره در حق یک ویدیو، یک نوشته، یک جمله انجام بدیم اینه که ما اینو out of context برداریم، یعنی یه تیکش رو برداریم بیایم نشون بدیم یا بنویسیم. اصلا ما مثال داریم دربارش که میگه طرف گفته لا اله، نمیگه که بابا بعدش هم گفت لا اله الا الله، و به خاطر اون لا اله اولی میبرن اعدامش میکنن. دوست عزیز، اولا باید این رو میذاشتی بیشتر صحبت کنه تا اون جمله معلوم بشه. بعد ایشون خیلی واضح
خود منم اول شنیدم گفتم خب این خودشم که میگه من آذری هستم، اون آقا هم میگه آقا بابای من آذریه. بعد گفتم هی وید امینی، اصلا اینا راجع به آذری و آذربایجانی صحبت نمی کنن، راجع به ماه آذر صحبت می کنن. الانم ماه آذر هست، میگه تولد شما امروز یا فردا، اون بنده خدا حالا به جایی که بگه دیروز بود یا پس فرداست، میگه ششم آذر. اون آقای گوینده میگه پدر منم آذریه، یعنی تو ماه آذر دنیا اومده. آذری ها چگونه آدمی هستن؟ اینجا میبینید مثلا میگه فلان ماه عقرب، فلان ماه نمیدونم بره، فلان ماه صبوره، فلان ماه آتش مزاجه. و من واقعا متاسفم، البته این علامتی هم که زدن روش به نظر میرسه مال وبسایت دوستانی هست که آذری هستن اینها. اگر شما اینجوری میخواین تحقیق کنید، اینجوری میخواین دیگران رو فارس و آذری و اینها جدا کنید، وای به حال و روز ما، به روزی بیفته که همین شاه بیچاره میگفت اینجا میشه ایرانستان، همین آخونده الان هم مردم رو میترسونن که اگه ما بریم اینجا میشه نمیدونم تیک تیکه و تجزیه و فلان. ولی دوستان به قول چیز خدا را در نظر بگیرید، اگر به چیزی باور دارید. و آقای عزیزان شما هم اگر یه مقداری دقت بیشتر کن قبل از اینکه یه فیلمی رو بذاری با 4 نفر 2 نفر دیگه به اصطلاح چیز کن. این هم از این ماجرا. در اصلت نمیدونم شما هم نظرتون رو بگید و با ما در میون بذارید تا بتونیم برنامه ها رو کاملتر و بهتر داشته باشیم. این هم موضوع امروز. خب دوستان عزیز بریم برنامه رو پی بگیریم، بذارید من این رو اینجوری درست کنم. اوکی، من برای این بنویسم یکی از دوستان. ببخشید که من این کاری رو که خودم ایراد میگیرم به دیگران میگم مردم رو گذاشتی اونجا و هی نگاه این بر و بر میکنی کامپیوتر اینا، ولی دیگه بعض وقتا دست تنها هستیم، باید این کارو انجام بدیم. این هم از ویدیویی که گفته بود آذری ها سگ هستن. اینجا میدونید تو آمریکا هیچ کس نمیتونه به سیاه‌پوستا اون کلمه ان رو استفاده کنه، ولی خود سیاه‌پوستا چپ و راست به هم دیگه میگن. من یه دوستی داشتم دارم که ایشون اهل تبریز بود، هر وقت میومد تو مهمونی ها بیشترین جوکای ترکی و تبریزی و آذری رو ایشون میگفت. و خیلی خوبه کسی که خودش اهل یه جاییه، مثلا من که شیرازی هستم از تنبلی شیرازی ها من بگم، چون دیگران اگه بگن اونای دیگه ممکنه آفندد بشن. در هر صورت یه مقداری دیدمون رو باز کنیم، با نگاهی بازتر نگاه کنیم. و امروز یا امشب جمعه 29 آقای امید جلیلی در نیویورک هست، برنامه اجرا میکنه. ایشون کمدینی هست که از انگلستان یونایتد کینگدم آمده، برای شما برنامه اجرا میکنه. حتما برید ببینید. فردا شب به اتفاق مهمان مخصوصش آقای مکس امینی در واشنگتن برنامه اجرا میکنه. من هم بی صبرانه منتظرم که برم ببینم مکس امینی کسی هست که اون قسمت دودول طلای ایرانی ها رو پر کرده. یه جایی بودم دیروز، یکی از دوستان وقتی که راجع به امید جلیلی و مکس امینی اینا شد، گفت بذار من یه سوالی از شما بکنم، یه دوست دختری من دارم آمریکاییه، این هی به من گفته دودول طلا چیه فلان. گفتم بابا برو مکس امینی رو ببین، ببین کجا میبرته. مکس، این جوانای ایرانی از دستت شاکی هن. فردا شب باید یه کاریش کنی درستش کنی، فردا شب مالکشیه. اینم از این. و اما این دوستان کلیمی رو من دوست دارم، همش جشن دارم. این نتانیاهو رو بندازید بیرون فایده نداره، اون همش دنبال جنگه. ولی خود دین کلیمی یهودیا همش جشن، نمیدونم راش هاشانا، هنوکا، این اون. در اصل الان ایام اون جشن 8 روزه نور و روشناییشون هست، نوروزن یا 8 روزه. و جالب اینه که میگفت این هر 7000 سال، یکی تحقیق کنه برای من بفرسته، یا 70000 سال میفته این اتفاق که این سال با
چیز با این ایام تنکسگیوین و اینها روی هم بیفته و طرف میگفت یعنی حتما دو بار استفاده کنید، یه بار به عنوان جشن تنکسگیوین و این روز شکرگزاری، یه بارم به عنوان عید هنوکا. عید هنوکا و شما دوستان و بینندگانی که یهودی هستید و کلیمی هستید مبارک باشه، به امید روزی که همیشه عید و اعیاد رو جشن بگیریم، نه جنگ و کشت و کشتار. و اما دوستانی که این برنامه ها رو از روی یوتیوب تماشا میکنید، تصمیم گرفتم از امروز یک دونه آگهی کوچولو این بالا بذارم که روش نوشته سابسکرایب، یعنی عضو بشید. نه ترسید، با عضو شدن قرار نیست که شما پولی بدید. اونجا هر وقت ما یه ویدیویی میذاریم برای شما اتوماتیک وار میاد، دیگه لازم نیست بگی سوربی گذاشتی رو فیسبوک، سوربی گذاشتی رو آرشیو، تا من برم بذارمش روی یوتیوب یعنی شما زودتر از دیگران میبینیش. برای ما حسنش اینه که وقتی اونجا الان نشته 250 تا سابسکرایبر، اونجا مثلا بشه 10,000 تا، 1,000 تا، 2,000 تا، این خودش یک اعتباریه. اعتباری نیست که مثل دودول طلا بره بذاری تو بانک پول بگیری، یا چون بعضی از ایرانیان نظرشون تنگه میگه نکنه من یک سابسکرپشن اینجا بزنم این میلیونر بشه. نه ترسید، نمیشه. در هر صورت فکر کنم اینجا باشه، بله دست چپ این بالا سابسکرایب تو مردم تیوی کلیک میکنید و احتمالا یوتیوب هم ممبر هستید قبول میکنید و از اونجا میریم. و اما خبر بعد، متاسفانه چهارشنبه یا پنجشنبه صبح زلزله در برازجان و بوشه که از به اصطلاح تلفات و کشته شدگان خبری ندارم، ولی توی خبرها عکسای بدی بود، نشون میداد که نسبتا شدید بوده. 5.7 الان دیگه توی آمریکا و ژاپن و اینها هیچ حساب میشه، چون اینها ساختمونا رو به اصطلاح مجهز کردن به چیزایی که در برابر زلزله و اینها مقاومت کنه. ولی متاسفانه در کشورهایی مثل ایران، پاکستان، فیلیپین اینها هنوز این اوضاع و احوال هست و ساختمونها اون معیار درست حسابی رو نداره. یه نفر عکسی فرستاده بود که ایرانی ها هنوز توی این کوه ها، توی سوراخ های کوه زندگی میکنن. گفتم والا این آقای آریانپور یه دفعه توضیح داد، این باعث خجالته که بعد از 7000 سال تاریخ و نمیدونم این همه پادشاه و حالا شیخ و فلان بیسار، مردم هنوز توی کوه مثل قارنشینا زندگی کنن. حالا هر قدم اونجا رو درست کرده باشن، این نشون میده اینها پویا نبودن و همینجوری وایستادن اونجا و جلو نرفتن، یا دولت اینها را در بیخبری نگه داشته. در صورت این هم از این ماجرا. و مجددا خدمتتون عرض کنم امروز جمعه 29 نوامبر و برابر با 8 آذر ماه. یکی از من پرسید که آقا این شیرازی ها چرا حافظ را زیادتر از سعدی دوست دارن؟ هر چی فکر کردم گفتم والا من فکر نمی کنم، فکر کنم هر دو رو مثل هم دوست داشته باشن. شما چرا حالا فکر میکنی اینها حافظ رو بیشتر دوست دارن؟ گفت که اجازه بدید من این رو عوض کنم، ببخشید من امروز یه مقداری، چون ما معمولا برنامه نمیذاریم روزای چی میگن، روزایی که بین تعطیلی هست و اینها، ولی امروز گفتم باشم دیگه، چون این نوشته ها و اینها خیلی عقب افتاده، گفتیم یه کمی اینها رو تر تمیز کنیم. حالا که دوستان از کانون آوا هستن ما هم اینجا باشیم و با شما. و اما بله من این حواس عوض نکردم، هنوز اینجا مینیسته کانون آوا، ازتون عذر میخوام، کانون آوا قبل از برنامه من بود، پس تلویزیون مردم رو بذاریم. نمیدونم والا خیلی کار هست، یادم میره دیگه بعضی وقتا، این مثل هواپیما هست وقتی میشینن هی خلبانه به اون میگه، این میگه کنترل، اون کنترل، ما باید یکی اینجا باشه اینا رو کنترل کنه، متاسفانه نداریم. و میبینید که حالا چجور تصویرها هی میریزه به هم، این دو، این سه، این چهار، پنج و اینا رو هم براتون بعدن میارم. چه بکنیم؟ گفت چه کنم، باز رفت کانون آوا. آقا این کانون آوا رو من عوض کنم بذارم تلویزیون مردم، یا نمیدونم والا خسته میشه آدم. گفت که چه باید کرد، میذاریم فعلا این فاید مردم تیوی اوورلی 4-5، بله بس همین بس، ما را همین بس.
دو و سه و چهار. پس این دو سه چهار. عذر میخوام ازتون و اجازه بدید که برگردیم باز بریم سراغ برنامه. راجع به سعدی و حافظ و اینها، اتفاقا من گفتم شعرهای حافظ خیلی ساده نیست، سعدی در ساده نوشتن اینها به اصطلاح کارش بهتره، و حافظ اونجایی هم که یه مقداری مذهبی بوده و اینها خیلی مورد علاقه من حداقل نبوده و نیست، ولی دوستم توضیحی که داد دیدم درست میگه. گفت سعدی به مردم میگه برو کار میکن، مگو کار چیست. مثلا این مردم خیلی خوششون نمیاد، مثلا شیرازی ها از سعدی، ولی حافظ میگه برو بشین کنار آب رکنی و بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. این خیلی دوستش دارم. ممنونم از سعید عزیز، میگه که از لس آنجلس بارانی تصویر و صدا خوبه. زودیاک ساین years of dog. بله، این مثلا هم یه ساینی رو میگه که مال زودیاک، میگه سال سگ‌ها اون علامتش زودیاک هست. حالا این ماه آذر تو ایران آیا ماه و اینا هم علامت چیزی دارن؟ و این بنده خدا یه حرف به این سادگی و قشنگی رو زده، بعد در دنبالش توضیح میده که من میگم آذریای، منظورش ماه آذریا سگ هستن، برای که آدمای پرکار، آدمای وفادار، آدمای قانع است، قانعی هستن. میدونید که سگ معروفه به این که عشقش به اصطلاح میگه، اینجا میگن unconditional love، یعنی عشقش شرطی نیست که به شما بگه اگه برای من الماس خریدی دوستت دارم، ولی اگه نخریدی دوستت ندارم. اون شما رو دوست داره. و میبینید خیلی ها فقیرن، هوملسن، ولی کنار خیابون نشسته، سگش تو سرما گرما بغلش نشسته، زمین این که میتونه ولش کنه بره این ورور، ولی اون وفاداریش اون کار کرده که بشینه و به اصطلاح با صاحبش باشه و اون عشق بدون شرط و شروط رو به اون تقدیم کنه. بریم سراغ نوشته ها و اگر بتونیم امروز یه مقداری ترتمیز کنیم اینها رو. نیاک سازمانی که با رفتن و دانستن و خوندن چیزای قانونی آمریکا تونسته در دل سنا و مجلس جای باز کنه و حرفای خودش رو، حرفای اونایی که پیروش هستن به گوش اونها برسونه، نوشته ای را امروز فرستاد آقای جمال عبدی که عکس یک کانگرسمنی رو نشون میده که داره فریاد میزنه و خیلی ناراحته. ببخشید، بله خیلی ناراحته و میگه که باید به اصطلاح ایران رو مجبور کنیم یه جوری که به اصطلاح حتی اگه شده با جنگ، یعنی حقیقتا اینها طرفدار جنگ هستن. میگه working to undermine the historic nuclear deal struck in Geneva last week because he wants more Iranian planes to crash. میگه که این آقا اون قرارداد و اینها رو میخواد قبول نکنه، میخواد زیر پا بذاره، میخواد بر علیهش تبلیغ کنه، برای که این دنبال این هست که باز هواپیماهای بیشتری سقوط کنن و بیفتن و اینها، یا جنگی درگیر بشه. و میبینید که قیافش رو با اون دهن گشاد چجوری داره فریاد میزنه و این میگه که باید شماها کاری انجام بدید. معمولا چیزی کار کرده به اصطلاح سازمان نیاک این کار کرده که هر وقت مشکلی رو گفته و عنوان کرده، راه حلش رو هم گفته که مثلا نامه بنویسید، این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، با سناتوراتون، با نماینده های مجلستون تماس بگیرید تا اونها بتونن خواسته های شما رو به اصطلاح برسونن به اونجایی که باید و شاید. و اما یکی از دوستان بسیار عزیزمون برای من این ایمیل رو فرستاده که فکر کنم البته برای همه لیستش فرستاده، و این رو از آقای غلام علی رزمجو گویا شروع شده و پخش شده. اجازه بدید بخونم. حالا این نوشته پایینش متاسفانه اسم نداره، ولی چون ایمیل از آقای غلام، از آقای رزمجو آمده، بذارید ما به عنوان ایشون بخونیم. این روزها چشم گوش ایرانیان به ژنو بود، به اورانیوم و درصد غنی سازی.
توافق خوب یا بد بود، توافق خوب یا بد بود مهم نیست، مهم خوشحال بودن مردم ایران است که به یک دنیا می‌ارزد. اما بد نیست از این فرصت استفاده کنیم و یادی کنیم از یکی از مردانی که سالها پیش برای سربلندی ایران تلاش می‌کردند. سالها پیش وزیر امور خارجه ای داشتیم مثل همین جناب ظریف به نام عباس علی خلعتبری. ایشان دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه پاریس داشتند و سال 1321 به استخدام وزارت امور خارجه ایران در آمدند و پله پله طی 30 سال پیشرفت کردند. ایشان کارمند اداره تشریفات وزارت خارجه، کارمند اداره سیاسی، دبیر دوم سفارت ایران در سوئیس، دبیر اول سفارت ایران در لهستان، رایزن سفارت ایران در فرانسه، سفیر ایران در ورشو، دبیر کل سازمان پیمان مرکزی سنتو در آنکارا، معاونت وزارت امور خارجه، مقام قائم مقام وزارت امور خارجه و سرانجام وزیر امور خارجه سالهای 1357-51 تا 1357. پس از سقوط دولت آموزگار بیکار شد ولی کشور درآشوبش را ترک نکرد. انقلاب شد، در ایران ماند، به خانهش ریختند، دستگیرش کردند، متهمش کردند. جرمش امضای قرارداد 1975 الجزایر. توی پرانتز توضیح میدن حدود مرزی ایران و عراق را در اروندرود بر پایه خط تالاک مشخص میکرد و یکی از ارزشمندترین قراردادهای تاریخ معاصر اینا را. این تالاک اینا رو مال تو نیرو دریایی اینا هست، نمیدونم تلفظش رو درست میگم یا نه. و قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر اعلام شد. این دوتا جرمش بوده. استدلال این بود ایران با داشتن منابع نفت و گاز نیازی، این رو آقای هروی هم در برنامهش گفته، حتما برید ببینید، یه تیکه روزنامه هم نشون داده. استدلال این بود که ایران با داشتن منابع نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد و این عمل مصداق تزیین بیت المال بوده است. سرانجام در تاریخ 22 فروردین 1358 دادگاه انقلاب به ریاست خلخالی برپا شد. خلعتبری مفسد فلعرض شناخته شد و در همان روز به همراه 11 نفر از مقامات سابق در زندان قصر توسط خلخالی اعدام شد. پس از اعدام با خانواده وی بدرفتاری ها شد. هرچه خلعتبری همسر و فرزندانش داشتند مصادره شد. همسرش سالها با زحمت فراوان در تهران زندگی را می‌گذرانی تا بالاخره توانست اثبات کند که بخشی از اموال مصادره شده ارثی بوده است و به همین دلیل یک خانه کوچک به او پس داد. گذشت و گذشت، عباس خلعتبری زیر خروارها خاک پوسید و رفت. جنگ شد، رسیدیم به قرارداد 598 با عراق. یکی از درخواست‌های دولت ایران عمل به مفاد قرارداد 1975 بود، اما خلعتبری خائن. انرژی اتمی شد حق مسلم ما، قراردادها امضا کردیم، ولی باز هم خلعتبری داستان همان خائن بود. در اصل این واقعا جای خجالت داره که مملکت اینجوری تصمیم بگیره درباره کسایی که کار کردن. حتی اگر کار اشتباه و بدی انجام دادن نباید به این صورت وحشیانه اینها رو اعدام میکردن. این هم از این موضوع. ما بارها این ور اون ور شنیدیم که هی افتخار میکنیم به این که بالای سردر یونایتد نیشن نوشتن که بنی آدم اعضای یک دیگرن یا اعضای یک گوهرن یا اعضای یک پیکرن که در آفرینه زی یک گوهرن یا هرچی. من بارها گفتم اگر چنین چیزی بود عکس‌هاشو ما باید می‌دیدیم. اصلا دوستان همچین چیزی وجود نداره. متاسفانه دیدم که خیلی ها توی برنامه‌هاشون میان اصلا این رو مثل یک امری که 100% خودشون شاهد بودن دیدن میگن و صحبت میکن. تا اینکه از دوستان خواهش کردم و یکی از دوستان چند تا عکس فرستاد،
حالا جالب اینه که این عکس ها حکایت از فرشی میکنه که آقای جواد ظریف، همین آقای ظریفی که الان صحبتش هست و این ماجراهای قراردادهای پنج به علاوه یک و ژنو و فلان و اینها اسمشون رو خیلی شنیدید، یه فرشی رو هدیه میکنه به سازمان ملل. این فرش نوشته های بسیاری داره، میبینید خودشم زیرش وایساده، خیلی هم رفته پارتی بازی کرده و به اصطلاح این و اون رو دیده تا این فرش رو بذارن در اون اتاق مخصوص. دوستان روی این فرش شعرهای دیگه ای هست، اون شعر هم هست که بنی آدم اعضای یک دیگرن. حالا هی شما بگید حقوق بشر، اصلا یونایتد نیشن به خاطر ما ساخته شد، به خاطر کوروش ساخته شد، همش صحبت میکنه از نادانی ما و وای به روزی که یک کسی نادان باشه خودش ندونه که یه چیزی رو نمیدونه. با این آقای ساغرچی داشتم صحبت میکردم، چقدر این شخص متین صبور، میگه که من این قسمت رو خوندم ولی چون من نمیدونم من هیچ چیز تصمیمی نمیگیرم، منم مثل شما خوندمش وای میسم تا ببینم چه خواهد شد. دوستان عزیز، ما یکی از مشکلاتمون اینه که افراد متخصص کم داریم. افراد متخصص به خاطر اینکه مردم معمولی قدرشون رو نمیدونن حاضر نیستن بیان اون تخصص خودشون رو در اختیار ما بذارن. بعد ما میمونیم با یه مشتی آدم بی سواد، این آدم بی سواد برامون بشینه از پشکل تا بمب اتم رو چیز کنه، باز کنه، تشریح کنه، توضیح بده. یکی از دوستان که برنامه میذاره اینها گفت یه آقایی از یه تلویزیون دیگه تماس گرفته با یه نفر که من مصاحبه کردم، گفته آقا با این مصاحبه نکن، این که بیننده نداره. گفتم خب اون شخص ازش نپرسید که شما از کجا دیدی؟ شما بیننده است. ضمناً این به غیر از اینکه تو تلویزیون خودش پخش میکنه، تو تلویزیون مردم هم پخش میکنه. در اصلت دوستان کارمون یه جا و دو جا و صد جا و هزار جا خراب نیست. هیچ کس جرأت نکرده بیاد بگه کارمون خیلی خرابه، بشینیم یکی یکی این مشکلات رو درست کنیم. آقای سعید کاووسی در آمریکا زندگی میکنه، اینجا برداشته یه عکسی رو از کنسرت، نه از شو، پروگرام، برنامه فردا شب آقای مکس امینی و امید جلیلی گذاشته، نوشته ببینید این پوستر را اینها به فارسی ننوشتن و اگر شما فارسی هستید این چیز رو نرید. عزیز من، آقای مکس امینی اصلا اینجا بزرگ شده، امید جلیلی تو انگلستان بزرگ شده، بعد آقای کاووسی تو ایران اگر صحبت کنی ایرانی ها انگلیسیشون حداقل از من بهتره. حالا ممکنه شما انگلیسیت خوب باشه چون هر روز با به قول خودت اینایی که تو خیابون هستن و اینا صحبت میکن. شما فکر میکنید که فاصله هست، فاصله ها برداشته شده، اصلا دنیا شده مثل یه دنیای کوچولو، مثل یه دهکده کوچولو. حالا همه دنبال اینن که دنبال یک زبان به اصطلاح کامل و چی بگردن، شما تازه میگی این چون فارسی ننوشته نریم. اصلا خودشون میگن این شو به انگلیسی هست. آقای شاهین شکیبی یکی از افتخاراتش اینه که یک نمایشی رو به زبان انگلیسی اجرا کرده که بتونه چند نفر آمریکایی هم بیننده اون باشن. شما و دوستان هنرمندتون هم اگر تونسته بودید پیشرفت کنید، احتمالا امروز وقتی برنامه میذاشتید جز به اونهایی که میان تو برنامه شما، ما میگیم خارجی ها، در حقیقت آمریکایی ها بودن، شماها درجا زدید، شماها نتونستید، شماها هر هفته جمع شدید یه جایی، شما تنبک زدید، اون یکی تار زده، اون یکی ویالون زده، هی آهنگا رو خوندین، همون 10 نفری که بودید، 20 نفری که بودید با هم دعوا، حالا شدید 14 تا، حالا شدید 13 تا، حالا شدید 11 تا، یه چندشون هم پیر بودن فوت کردن، 7 8 نفر هستین، 7 8 تاتون هم پشت سر اون یکی حرف میزنید، این پشت سر اون، اون پشت سر اون، اون پشت سر اون، 7 8 تاتون 4 تاتون وقتی با هم آهنگ میزنید مردم میبینن چشمای شماها رو، این چشمشو اینجوری رول میکنه، اون چشمشو اینجوری میچرخونه که این بد زد، اون آف زد، اون خوب زد. شما ها هنوز نمیتونید یه دستگاه تنظیم صدا داشته باشید که یا سوت نزنه گوش مردم کر بشه یا صدا، هنوز دعوا داری. همه اونای دیگه میگن که این تنبکی ها و
پرکاشن، جاز و اینها دوست دارن که صدای خودشون بیشتر شنیده بشه. خلاصه هر وقت دوست داشتی بیا با هم صحبت کنیم. نمیدونم بگم متاسفم که کسی برنامه تو اسپانسر نکرد، چون احتیاج هست افرادی مثل شما توی برنامه ها صحبت کنن تا ما بفهمیم درد جامعه چیه. من یه دوستی برام یه چیزی رو نوشت بود برای آقای صمدانی فرستادم، آقای صمدانی نوشت من اصلا حوصله این مزخرفات و اینها رو ندارم. گفتم اتفاقا اشکال ما اینجاست که ما نیومدیم ببینیم که اون کسی که بیننده ما هست چی میگه، بیاریم بازش کنیم، مردم رو به قضاوت بطلبیم، بگیم آقا من درست میگم یا این بیننده. همین آقای سعید کاووسی خب کار خوبی کرده، امروز یا دیشب رفته بعد از چیز دم بست بای عکس گرفته، نوشته ببینید شما میگید توی آمریکا ملت مردم بدبخت نیستن، طرف توی این سرما خیلی سرد بود این دو سه روز گذشته، امروز یکم بهتر شده، اینجا بارون و یخبندون اینا هم داشت، توی این سرما نرده کشیدن رفتن نشستن که مثلا یه جنسی رو $20 $30 $100 ارزوندن. بعد وقتی باشون مصاحبه میکرد میگفت شما از امروز صبح اینجا هستید، یکی میگفت من از یه هفته قبل آمدم چادر زدم بیام اینجا. خب این آدمی که برای $50 آدم بدبختیه که وای میسه اینجوری و اون فروشگاه هم از اینا سوء استفاده میکنه. قبلا میگفت بلک فرایدی، براتون توضیح دادم که چرا میگن بلک، برای اینکه از اول سال تا حالا توی منفی و قرمز هستن، امروز انقدر میفروشن که اون 11 ماه گذشته جبران میشه و میاد رقما چون مثبت میشه با مشکی مینویسنش، مینویسن بلک فرایدی. حالا شما اینو داشته باشید، حالا کرده بودنش 4 صبح 2 صبح 12 شب و علی گفته شما میری مهمونی یه جا چی میخوری؟ میبینی نصفشون میگه من میخوام برم فروشگاه. فروشگاه چیه؟ امروز نمیدونم ساعت 8 شب فلان چی باز میشه، یه رادیو میخوام بخرم اینقدر و الی. خب این هم از این. آقای هروی در رابطه با آقای نوریزاد مقالایی که مینویسه از شک و تردید به ایشون صحبت میکنه، میگه که مدت هاست یک پرسش مدام در اطراف من پرسه میزند که چرا تو را نمیگیرن. این را آقای نوریزاد نوشته بوده. بعد آقای بابک هروی برای ایشون مینویسه که این را در جواب ایشان نوشتم و برای خودش هم فرستادم. اگر شما را هم مثل ستار بهشتی میکشتن آن وقت برایتان احترام قائل میشدم. من اینجا با شما مخالفم آقای هروی، چون آقای سیرجانی هم که آمد آمریکا و اینها همه میگفتن اینها مأمور خود ملا هستن، اینها وقتی کشته شد و مرد و اینها اون وقت هممون زیر تابوتش رفتیم. خب اینجوری که شما میگی ما فقط باید قهرمانان مرده داشته باشیم. این مرده پرستی رو اگر یک کسی بتونه راهش رو پیدا کنه که با همه این زبلی های آخوندا این بتونه فعالیت خودشو بکنه چه اشکالی داره؟ من بارها گفتم این دوستانی که میگن فعال سیاسی چپ و راست اینجوری زرت و زرت اسیر ملا میشن، این با اول بره یه راه و روشی رو یاد بگیره چجوری بزن دیده نشو، چجوری فعالیت کن اسیر نشو، نه که بیاد به دیگران بگی به من بپیوندی، وقتی هم بهش پیوستن یک کشتی که میزنن تو گوشش همه اونا رو لو میده، همه میفتن زندان و یکی از افتخارات ما الان شده من فلانی زندان بودم، من فلان موقع اینجا بودم شکنجه شدم فلان شدم و الی آخر. در صورت نوشته ایشون رو هم اگه خواستید روی فیسبوک خود آقای هروی هست، روی فیسبوک آقای نوریزاد هم هست، میتونید هم ایمیل بذارید من برای شما بفرستم. در پاراگراف آخر آقای هروی میگه آقای نوریزاد واقع بین باشید، اگر شما زندانی سیاسی بودید هنوز در ته سیاه چال پدرتان مشغول گندیدن بودید، اما شما هم پروژه‌ای هستید، پدرش منظورش آقای خامنه‌ایه، پروژه‌ای هستید مانند گنجی، باطبی و باقی کسانی که در ازای آزادی و راحتی خود همه ملت را فروختید و فعلا هم توریست صلح در منطقه‌ای هستید که همین امروز سپاه پدر شما سه لشکرش را برای کشتار زنان و کودکان آنها فرستاده که همین یک سر سوزن مهری را که بین ایرانیان هست هم تبدیل به دشمنی قومی کند. محبت کرده و بمیرید
و واقعا بمیرید، نه آنگونه که خواهرزاده موسوی مرد و امروز در آفریقای جنوبی زندگی میکند، تا مردم باورتان کنند. و اگر به عاقبت اعتقاد داشته باشید، حداقل آخرت را داشته باشید که در این دنیا بسیار منفورید. پاینده ایران، بابک عربی. مقاله خیلی طولانی نیست، 3-4 تا پاراگراف بیشتر نیست، ولی من گفتم. ضمناً دوستان اون دیویدی شماره 13 آقای محیط که اشکال داشت و از دقیقه 16 به اون ور صدا نداشت، مشکلش برطرف شد و درست شد و حل شد. یه آقای بدتینتی داشتیم اینجا به نام آقای دیک چینی. دیک چینی همون معاون آقای جورج بوش بود و این میدونید مثلا خود این مخالف گیا و لزبیانا و همجنسگراها بود، بعدا معلوم شد دخترش همجنسگرا هست. حالا جالب اینه، فامیلی فیود، این درگیری های خانوادگی رو میگن، میگه که یکی از دختراش که میخواد بشه نماینده ویومینگ هم اون برای آمریکا هست، تعداد گاوای ویومینگ بیشتر از آدم هاست، هیچ اشکالی نداره چون منطقه دامداری و اینها هست، واقعا کسی به اون صورت نیست و اونجا فکر کنم اگه یک کسی مثلا 10 سال زندگی کنه، خود به خود نوبتش میشه که بشه سناتور، ولی اینها از همون جاها میان داخل بعدن نفوذ میکنه. حالا این دوتا خواهر که دخترای دیک چینی هستن با هم دیگه دعواشون هست، چون یکیشون هم همجنسگرا هست و هم چیز، این یکی میگه که Heat up Tuesday between the gay daughter of former Vice President Dick Cheney and her sister, who is running for political office in Wyoming and opposes same-sex marriage. میگه این که میخواد بره انتخاب بشه، این مخالف same-sex هست که اونایی که مرد با مرد ازدواج کنه یا زن با زن، و بین اینها به اصطلاح درگیری خانوادگی پیش اومد. این جمله رو اون روز خوندم ولی انقدر قشنگه که اجازه بدید یه بار دیگه هم بخونم. انسانهایی که باورهای مذهبیشان را پشت سر گذاشتند، بایستی در زمره باهوشترین و شجاعترین مردم جهان به حساب بیایند. چرا؟ که آنها یافتن حقیقت را با وجود تهدید دیگران و لعنت و عذاب ابدی آغاز کردند. این هم از این ماجرا. و اما اون دوستمون نوشته ای رو که نوشته بود من برای آقای دکتر صمدانی فرستادم، ایشون اگر مایل باشن پاسخ میدن، اگر نه که آزادی دیگه. مقاله با عرض سلام تقاضا دارم در صورت امکان این مقاله را پخش کنید. اون روز راجع به آقای دکتر کاظم رنجبر صحبت کردم. ببینید مثلا الان مقاله ایشون بخش ششم نسخه 1 و فقط برای که بهتون نشون بدم چند صفحه طولانی هست، توی این ایمیل به نظرم میاد حداقل 4 یا 5 صفحه. و ای کاش آقای رنجبر یه سیستمی رو راه مینداخت، از دوستانش سوال کنه، مثلا بگه هر کسی تا این بخش رو خوند برای من بنویسه 123 تا بفهمید تا یه بخشش رو میخونه. دوستان عزیز من، من اون روزم توضیح دادم، از آقای دکتر عقیلی هم تشکر کردم به خاطر اینکه به من اون چیزی رو که گفتن باعث شد من اینو تذکر بدم. من هیچ وقت به هیچ کس نمیگم ننویس یا به جای نوشتن بیا این کار انجام بده. من میگم حیف است شما که می نویسید اینقدر وقت میذارید، مخصوصا اونهایی که تحقیق میکنن و می نویسن، الکی انشا نمی نویسن، حیف است که اینها فقط به عنوان نوشته همینجوری رو هم جمع بشه و کسی نخونه. الان که این امکانات رادیو هست، تلویزیون هست، از اینها استفاده کنید تا اینها رو هم به گوش و چشم دیگران برسونید، هم اینها هم به صورت بایگانی دیجیتال بمونه. برای اینم بهتون توضیح دادم یکی از دلایلی که آقای کندی بین رئیس جمهورهای آمریکا خیلی معروف شد و بیشترین معروفیت رو داشت این بود که زمانی ایشون شد رئیس جمهور که تلویزیون شروع به کار کرد. تا قبل از اون رادیو بوده، روزنامه ها بوده و اینها، بعضی ها اگر رئیس جمهورشون تو خیابون میدیدن نمیشناختن،
شنیده بودن بله واشنگتن، آبراهام لینکن، این اون نمیشناختن، ولی این که آمد اون جذابیت تلویزیون اینها این رو برد توی منزل همه. من میگم از این استفاده کنید، حالا اگر موافقید استفاده کنید، اگر موافق نیستید استفاده نکنید. و اما تیمسار امیر هوشنگ آریانپور نوشتن که برای یکی از دوستانشون، سرور گرامی، اگر کشور عزیز ما ایران در سالهای 1348 تا 1358 در جهان عزت و احترامی داشت، به خاطر سخنرانی های پرمحتوای شاهنشاه آریامهر نبود، بلکه به خاطر درآمدهای ارضی کشورمان بود. در حال حاضر نگاهی به عزت و احترام عربها به شیوخ شترسوار دیروز و پرش سوار امروز بیندازید تا پی ببریم علم بهتر است یا دلار سبز رنگ. ارادتمند هوشنگ آریانپور. و اما این دوستان میشینن دیگه، امروز آقای کاووسی شعر گفته بود، گفتم ای دادی بیداد بعد از خوردن ترکی تو هم بیکار بودی، رفتی نشستی از بیکاری شاعر شدی، حالا یه منقل و دو سه تا وافورم احتیاج داریم برای شما و دوستان، بشینن پای اون چای بریزن و شعر بگن. شیخ را گفتن علم بهتر است یا ثروت، شیخ بیدرنگ شمشیر از میان بیرون آورد و مانند جومونگ مرید به وقت برگشته را به سه پاره نامساوی تقسیم نمود. اینا چیزای مال فیلم ها هست، کاراکترهای فیلم و کارتون و اینا. و گفت سال هاست که هیچ خری بین دوراهی علم ثروت گیر نمی کند. مریدان در حالی که انگشت به دهان گرفته و لرزشی وجودشان را فرا گرفت گفتند یا شیخ ما را دلیلی عیان ساز تا جان فدا کنیم. شیخ گفت در عنفوان جوانی مرا دوستی بود که با هم به مکتب می رفتیم، دوستم ترک تحصیل کرد و من معلم مکتب شدم. حالا اون پرشه داره، ماشین پرشه، من پوشه. او اوراق مشارکت داره، من اوراق امتحانی. او عینک آفتابی، من عینک ذره‌بینی و ته استکانی. او بیمه زندگانی، من بیمه خدمات درمانی. او سکه و ارز، من سکته و قرض. سخن شیخ چون به دینجا رسید، مریدان نعره جانسوز برداشته و راهی کلاس‌های آموزش اختلاس گشتند. بله، اینم از این ماجرا. در رابطه با پول و اینها، من این رو بارها به اینهایی که گفتم آقا در زمان شاه ما هر جا می‌رفتیم برامون در باز می‌کردن، میگم بابا الان این عربا از عربستان سعودی و اینها ما عقب افتاده تر نداریم. ببینید وقتی میره یه جایی، ببینید همین بعد از این ماجرای سپتامبر 11 که دیدیم همش از همین زیر سر عربستان سعودی میمد، ولی اصلا با اینا کاری داشتن؟ اسم اینا یه جا نوشته شده؟ نشد. اینم از این سخنرانی در لس آنجلس کنشگران سیاسی ایران جنوب کالیفرنیا، آقای دکتر مصطفی دانش، خبرنگار بین المللی و تحلیلگر مسائل ایران و جهان، دوشنبه دوم دسامبر ساعت 7 پس از نیمه روز، محل سخنرانی کانون سخن، کلرادو سنتر کامیونیتی روم، 2500 برادوی، سانتا مونیکا، کالیفرنیا 90404 هم زیپ کدش هست. همین دوستان هم این برنامه هایی که میذارید، 100 نفر 200 نفر که میان، اگه فیلم بگیرید بعد بدید به تلویزیون های مختلف براتون نشون بده، بایگانی داشته باشید، روی یوتیوب داشته باشید تا افراد بیشتر و بیشتری اینها رو ببینن. در رابطه با اینکه ایشون خبرنگار هست اینا، یه آقایی هست به نام امینی، این چند وقت پیش به من زنگ زد و حقیقتش دنبال یک جایی میگشت که خرسواری مجانی یا سواری مجانی بگیره. من بهش گفتم بنده نه خرم نه سواری مجانی میدم، برو دنبال کارت. ناصر امین حالا رفته یه جایی. دوستان فقط برای که عمق فاجعه و بیسوادی و بدبختی ما رو ببینید، کسی که میگه که 60 سال خبرنگار و توی سیاست بوده و انقدر نزدیک بوده به شاه و فرع و دربار و اینها، ایشون همه هنوز به جمع اسلحه که باید بگه سلاح میگه سلاح.
اون وقت اون کسی که گوش میده نمیدونه این منظورش صلاح و مصلحته یا اسلحه. براش نوشتم آقای امینی شما از سنتون اقلا خجالت بکشید، بعضی وقتا یه کارایی رو انجام ندید. ماجرام اینجوری بود، به من زنگ زد گفت آقا من یک ناگفته‌ای دارم، حالا میخوام بیام بگم، اگه بگم بیننده های شما قوقا میشن. من گفتم اوکی، آمریکایی ها میگن then what بعدش چی میشه؟ گفتم یه عده شروع میکنن زنگ میزنن فوش به شما میدن، کارهای بدی که کردی به من میگن، منم میگم من نبودم، من نمیدونم، به من چه، اگه میخوای بیا خودت بشین بگو. یه دم میگن به به و چه چه، به نظر شما یه برنامه که بذاری یکی میاد کمک میکنه؟ و خوشحالم که الان ثابت شد که این کار نمیکنه، با وجودی که 10 بار در برنامه التماس میکنه که به این تلویزیون کمک کنید، اون تلویزیون بنده خودم است که داره میبنده و بره دنبال همون کاری که بلده، هیچ بیکاری. در صورت این هم از این ماجرا، خبرنگارای ما، روشن فکرای ما یکی یکی اینجوری بودن. یه دوستی برای من یک آهنگی رو فرستاده بود از آقای داریوش، حقیقتش خیلی آهنگ طولانی و بی خودی بود، 7-8 دقیقه هی میگفت آزادی اگر این بار به ما آمدی، به بلکن کشور ما آمدی، با آگاهی بیا. گفتم والا این آقای داریوش خوب خواننده خوبیه، این بنده خدا بعضی وقتا قاطی میکنن. آقا خواننده خوب شما طلبکار ملت نیستی. بعد ایشون گفت نه، ایشون در زمان شاه هم شعر گل گندم و اینا رو که خوند. گفتم عزیز من شعر گل گندم و بوی گندم که ایشون ننوشته بود، یکی دیگه نوشته بود، ایشون خونده، درسته؟ اگه دولت میخواست بگیره و ممنوع باشه اونو میگرفته ممنوع، ایشون رو حالا به هر دلیلی گرفتن. مسعود امینی هم یه دفعه دربارهش صحبت کرد، حالا چون معتاد بوده ساواکم سوء استفاده کرده و از معتاد بودن ایشون عکس گرفته و گذاشته و گرفتنش رو زندان و بعدم یه پولی دادن اومدن بیرون. بعد میگه نه ایشون باعث انقلاب شد. میگم قربونت، ایشون با اون آهنگایی که میخوند شما میتونی بگی باعث شد که عده برن بنگی بشن، یه عده معتاد بشن و انقلاب از توی مسجدا و خمینی و اینا شروع شد، از اینها نبود. مثلا چی گفت؟ بوی گندم مال من، هر چی که داری مال تو، بچو بریم انقلاب کنیم. نه، من داشتم دوستانی که این آهنگو میذاشت میگفت تو نمیفهمی این چی میگه. میگفتم خب چی میگه؟ میگفت نه نادان تو نمیفهمی. بنگی شده بود، بعدم مرد، تو جوانی مرد. دوست عزیز شما زنده باشی، هپی تانکس گیوینگ، بفرمایید. سلام، احوال شما؟ خیلی متشکرم. میخواستم بگم که صلاح و سلاح اصلا دیکتش هم با هم فرق میکنه. بله بله، صلاح با سات، سلاح با سینه. بله بله. بعدم مطلب دیگه در مورد سازمان ملل، من همون چند سال پیش رفتم، دقیقا 7 تا از این رؤسایی که در سازمان ملل‌ان با فرش اینا چی میگن اشکالشون صورتشون رو چیز کرده بودن، با خیلی قشنگ با فرش ایرانی کرده بودن که اینا رو جمهوری اسلامی کرده بود اینا. بله، من ممنونم از شما، مرسی. چون من خودم میگم هر چی رفتم زدم رو اینترنت رو از این و اون که رفته بودن خواستم برای من، چون همه میگن بالای سردر، بالای سردر یعنی شما قبل از این که از خیابون وارد بشین باید اون بالا ببینید، اصلا همچین چیزی نیست. این روزا شما با گوگل مپ میتونید. دقیقاً من هم خیلی کنجکاو بودم. بله. خیلی کنجکاو بودم، اولا هیچی ندیدم، بعدم داخلش که رفتم و اینا اون قسمت ایرانی چیز بود، رفتم با مسئول صحبت کردم، مسئول امر صحبت کردم و گفتش که آره یک همین فرشه و همین فرشی که شما نشون دادین برای من کپیش رو گرفت که من اصلا هیچیش مشخص نیست که اصلا چی بوده و اینا، مال شما دقیقا واضح بوده. بله خب این عکسای جدیدتر کیفیت بالایی داره، اگر خواستید ایمیل بفرستید من اینو براتون میفرستم. بله بله، خواهش میکنم. به هر حال جمهوری اسلامی این 7 تا، من یادم بود اون سال که رفتم 7 تا از این رؤسای مال چیزو بودش که خیلی جالب بود و خیلی قشنگ گفته شد بود. مرسی، خدا خدا نگهدار، مرسی. بله، کشور آنگولا اسلام را من و مساجد را ویران کرد، این و کلیساها را ویران میکنن، نمیدونم مجسمه بودا را منفجر میکنن، اون و مساجد را ویران میکنن و هیچ کدوم این دوتا احمق هیچ کدومشون نفهمیدن که این کارا فایده نداره، باید مردم را آزاد بذاریم.
در هر صورت نمیدونم والا چی بخونه آدم چی بگه. کشور آنگولا طبق فرمان رسمی مجلس این کشور اسلام و مسلمانی را در این کشور قدغن اعلام کرده و دستور داد تا همه مسجدهای مسلمانان و لانه‌های فساد و جایگاه خفاشان تازی نسب را با خاک یکسان کنند. ای کاش ما نخستین کشوری می بودیم که پس از 1400 سال ستم و آوارگی و سرکوب به چنین افتخاری می رسیدیم. دوست عزیز تون نرو، صبر کن، اینا جواب منفی میده، اینا جواب منفی میده. آقا شما اگر به خدا باور داشته باشی، میگن خدا وقتی بشر رو آفرید گفت این سیب رو نخور. بشر با خدا هم در میفته وقتی بهش میگه این کارو نکن. حالا اونو ولش کن، تو هر مملکتی هستی خیلی هم دوستش داری، نوشته آقا اینجا 50 مایل یا 50 کیلومتر تندتر نرو، باز این ورور رو نگاه میکنیم یه 10 کیلومتری 10 مایلی تندتر بریم. ذات بشر اینه. آقا توی این آمریکا که ما همه میتونیم مشروب بخریم، مشروب بنوشیم، بعضی وقتا هفته تا هفته هیچ کس از صحبت مشروب هم نمی کنه. ولی توی ایران اگه می رفتیم یه جایی هر چی مشروب تو اون خونه بود تا نمی خوردیم ته همه شیشه ها رو بالا نیاریم، بالا نیاریم از دوبار بیرون نمی رفتیم. باید آگاهی رو بالا برد، نه زور و جور و ستم. شما ستم در حق اون مسلمونه می کنی، اون که به قدرت رسید پدر شما رو در میاد. باز این آقای ساغرچی خیلی قشنگ صحبت گفت که برید نگاه کنید ببینید در تاریخ هر کسی که با زور و اسلحه اومده سر کار، باید با زور و اسلحه حکومتش نگه داره، بعد یا خودش خسته میشه یا اون یکی دیگه که مخالفش زور و اسلحهش زیاد میشه میاد پدر این یکی در میاد. برسیم به یه جایی آقا این مسجد، این کنسا، این کلیسا، این محفه، این فلان، برو نرو به من چه. روزنامه شهروند گفت تقدیر دیپلمات‌های کهنه‌کار از ظریف. جمعی از دیپلمات‌ها و فعالان سابق عرصه سیاست خارجی کشورمان با انتشار نامه‌ای خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مراتب قدردانی و سپاس خود را نسبت به تلاش‌های او و تیم مذاکره کننده در ژنو اعلام داشتند. در میان امضا کنندگان نام‌هایی چون دکتر فریدون زندفرد، سفیر پیشین ایران در عراق، پاکستان و از دستنگارکاران اصلی استرداد جزایر سگانه، دکتر ابراهیم تیموری، سفیر اسبق ایران در امارات متحده عربی و از دستنگارکاران اصلی قرارداد الجزیره، دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نویسنده، مترجم و کاردار اسبق ایران در انگلستان، دکتر داوود هیرمیدانس یا میداس باوند، استاد دانشگاه و دیپلمات سابق کشورمان در امور سازمانهای بین المللی، و فریدون مجلسی، دیپلمات مترجم و نویسنده برجسته کشورمان دیده می شود. از هر طرف حریف توانا حریف بود، کار ظریف راستی اما ظریف بود. جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه، ما خدمتکار بعد شو چیز کرده و شعر از علیرضا شجاعپور، ای کاش یه 6 ماهی یک سال این شعر گفتن رو ما معاف کنیم. کاخ سفید جزئیات توافق اتمی با ایران را منتشر کرد. آقای ظریف هم یک مصاحبه خیلی کامل، من آدیویش رو شنیدم، در رابطه با همین گفته و گفته که اینها به صورت کلی میخواستن انجام بدن. ما تأکید کردیم که اینها رو خط به خط بنویسید که کاملا معلوم باشه در رابطه با 3.5% غنی سازی، اون 20% یا چجوری باید تبدیل کنن به چیزای دیگه و الی آخر. این هم صدای اسکایپ بود که ساعت 3 بریم سراغ آقای دوشوکی از انگلستان. بریم چند دقیقه آگهی ها رو ببینیم. توی این فاصله من ارتباط برقرار میکنم با آقای عبدالستار دوشوکی از انگلستان تا درباره بلوچستان و دیگر مسائل اون منطقه صحبت کنیم. شما هم اگر آگهی دارید، اگر به تلویزیون مردم بدید، ممنون و متشکر میشیم. و
اونایی که توی مهمونی‌ها اینور اونور میگن آقا همه این تلویزیون‌ها گدایی میکنن و فلان، از خودتون سوال کنید اونایی که گدایی نمیکنن از کجا پول میارن. یه نفر به من گفت آقا شما 300 400 تا بیننده داری روی یوتیوب، فلانی برنامه‌اش که میذاره 50,000 تا بیننده داره. گفتم دوست عزیز، این آقایی که از ایران آمده بدونی که مدارک کامل داشته باشه توی وایس اف امریکا استخدام شد، بعد حتی دوستانش نتونستن تحملش کنن، آمد و رفت بیرون، ازش الان سوال کنید خرج این برنامه و اینها را از کجا میاره؟ نه آگهی هست، نه کسی برنامه داره. نیم ساعت در هفته ببینید چه تولیدی، شعور داشته باشیم، مغز داشته باشیم. اگر چشم و مغز و شعور با هم کار کنن سوال درست میشه. سوال کنید از فلانی آقا شما اینا رو از کجا میاری؟ شما چه جوری بدون آگهی زندگیت میگذره؟ حقوق تو رو کی میده؟ وزارت خارجه اینجا میده، وزارت خارجه اونجا میده، ملا میده، این میده، اون میده. ما اشکالمون اینه که سوال نمیکنی، فقط میخندی. فحش داد، دیدی چی گفت؟ فحش داد. خب هر کی فحش بده درسته، همینجا داشته باشین. همینا خودشون میان میگن که اونایی که حقوق بگیرن بهشون گفتن 80% فحش بدید، 20% هم فلان کنید. نیستیم، مرد عمل نیستیم. آگه یار ببینیم و برگردیم. مرسی. And people say, how on earth did you ever get a BBC One TV show? It's because there was a remit. I don't know if you know this. I saw it was written. The BBC had a remit. We're looking for someone with an ethnic sounding name but with an English sounding voice. Omid Jalili. Hello. I'm from Kensington. You know, Rita Chakrabarti, ethnic sounding name, English sounding voice. This is the reason why Trevor MacDonald left the BBC, you know that? Because they were trying to change his name to Mamchak Bagalawala. DC, I'm excited to come out there, not only because it's my hometown and I've made all my teenagehood life mistakes there, but my pal, Omi Jalili. It's our first time doing a show together and it's going to be a memorable night. I can't wait. I hope to see you there. Peace. And finally, last year, we saw the meeting of all meetings. The ex-Egyptian president, Hosni Mubarak, meeting Barack Obama. What a great introduction that was, eh? Barack, Mubarak, Mubarak, Barack. 3 years I was waiting for that. It's brilliant. It's a bit like a Tommy Cooper routine, isn't it? Barack, Mubarak, Mubarak, Barack. Mubarak, Barack, Barack, Mubarak, Mubarak, Barack. How'd you lose your country? Just like that. 3 years. مدیریت سیلن کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوش رنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلن کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران
تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گامهای من را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکمتر برداریم. آن وقت می بینید که چه راحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می شویم. با سپاس، محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی خواهان ایران، سوئد. بینندگان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. خیلی خوشحالم که این شانس رو آوردم و فرصتی شد که باز با آقای عبدالستار دوشوکی از انگلستان باشیم تا در رابطه با این تظاهرات 750 کیلومتری راهپیمایی من رو یاد گاندی و اون حرکتش انداخت. عکس‌های زیادی رو ایشون لطف کردن فرستادن، من در طی مصاحبه با ایشون اون عکس‌ها رو نشون میدم. آقای دوشوکی، من اون روز اون نامه رو قسمت اولش رو خوندم، گلایه شما و من هم از شما و دیگر فعالین سیاسی گله کردم که خب یه مقداری هم شماها باید خبر بدید تا دیگران بدونن که چی هست و چی نیست. ضمن این که باور دارم که قومهایی، گروههایی، زبانهایی مثل بلوچ، عرب، ترک، اینها مورد تبعیض قرار گرفتند و میگیرند. من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم لطف کنید شما توضیح بدید، من هم اون عکس ها رو نشون میدم. بفرمایید. استدعا میکنم. خیلی لطف فرمودید و منم با عرض سلام به جناب عالی و بینندگان برنامه تلویزیون مردم خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. در مورد این راهپیمایی 750 کیلومتری زنان بلوچ از شهر کویته پاکستان تا کراچی، واقعیت اینه که مقاله رو من نوشتم به دلیل این بود که من دیدم در برنامه‌های مختلف تلویزیون‌ها یا باید بگم رسانه‌های مثلا بی بی سی، یعنی در برنامه انگلیسی و ورلد سرویس یعنی تلویزیون بین‌المللی و اردو سرویس یعنی تلویزیون اردو بی بی سی و همچنین بخش اردو صدای امریکا که یه بخشی داره مثل بخش فارسی صدای امریکا، در اون بخش ها این راهپیمایی 750 کیلومتری زنان بلوچ رو که توضیح خواهم داد برای چی بوده مورد پوشش قرار داده بودن، اما متاسفانه هیچ کدوم از تلویزیون های فارسی زبان مثل بی بی سی و صدای آمریکا و غیره اینو پوشش در تحت پوشش قرار ندادن. حالا شما میگی خب تقصیر اونا نیست. نه خیر، اولا اینا خود بی بی سی در پاکستان خبر نگه، یعنی بی بی سی فارسی رو دارم میگم، بی بی سی فارسی هر کاری بشه تو شهر کراچی، تو کویته یا در راولپندی یا در اسلام آباد بلافاصله این خبرها رو پخش میکنن، با خبرنگار خودشون در اونجا صحبت میکنن، یا حتی اگر در شهرهای خبرنگار نداشته باشه آقای مقبول حسین خبرنگار انگلیسی بی بی سی هست که من دیدم بسیاری از موارد بی بی سی فارسی همون گزارش آقای مقبول رو پخش میکرد ولی خب با ترجمه فارسی. و این امر در مورد صدای امریکا هم صدق میکنه، در مورد بقیه رادیو تلویزیون های که از امکانات و خبرنگارهای مختلفی بهره مند هستند این موضوع صدق میکنه. و نکته دومی که جناب علی اشاره کرده اینه که
اصولا خب اگر این اتفاق بیفته، البته در مورد تلویزیون میهن من حرف عوض میخوام، تلویزیون مردم، من حرف شما را کاملا قبول دارم که این وظیفه امثال ما هست که بیاییم اینجا، شما هم واقعا با کمال بردباری و لطف این فرصت رو به ما بدید که ما بتونیم این خبر رو به بقیه منتقل کنیم. اما در مورد بی بی سی و صدای امریکا که بودجه های میلیونی دارن و خودشون خبرنگار دارن، اون وظیفه اونهاست و گذشته از اون بخش های مختلف همون بنگاه های خبری این خبر رو پخش میکنن و بخش فارسیش پخش نمیکنه. و نکته دوم اینه که بسیاری از خبرهای پیش پا افتاده که اصلا ربطی به مسائل ایران و ایرانی نداره، اصلا اهمیتی نداره، اون هم پخش میکنن، اما مسئله بلوچستان رو که همسایه ما هست اون رو اصلا پخش نمیکنن. و این نوعی بی تفاوتی رو نشون میده متاسفانه در بین مسئولین این خبرگزاری ها و مدیران این رسانه ها، که بیشتر شکوه و شکایت من در اون مورد بود. من سعی میکنم که زیاد طولانی صحبت نکنم. جناب علی اگه سوالی داشتید توضیح خواهم داد. من فقط نکته مهم دیگه ای هم که باید اشاره کنم اینه که به هر حال ممکنه بسیاری از بینندگان شما ندونن که اصلا این جریان چیه، این جریان راه به مایه 750 کیلومتری چیه، و شما هم اشاره فرمودید که این شما رو یاد اون راه به مایه گاندی میاندازه. من فکر کنم اسمش سالت مارچ یا نمک بود. اعتراض. ببینید نکته اینه که تعداد بسیار زیادی از این زنان که واقعا به صورت مسالمت آمیز و گاندیوار راه به مایه اعتراضی میکنن، بی بی سی و صدای آمریکا خبرش پخش نمیکنه. حالا اگه جندالله یا جیش العدل یه بمبی رو منفجر کنند، باورتون نمیشه. این تلفن من در مورد خودم میگم، در مورد بقیه دوستان بلوچ من هم صدق میکنه، و اون اینه که تلفن ما اصلا از کار، همش میخوان بیان در این مورد صحبت کنن. چرا یک بمبگذاری، سربریدن انسان، کشتن انسان توسط جیش العدل و جیش العدل برای اینها خبر مهمی میشه و میخوان اونو کاملا شب و روز پوشش بدن، اما یک حرکت مسالمت آمیز گاندیوار به این عظمت که در اون منطقه تاکنون سابقه نداشته تحت پوشش خبری قرار نمیگیره؟ نه اینکه اینها مایل نیستن مسائل بلوچستان رو پوشش بدن. خب خبر کشتن و سربریدن و بمبگذاری انتحاری رو غیره رو تحت پوشش قرار میدن. پس شاید اونها این تصور رو بکنم که بهتر خبرهای بسیار بدی یا از یک زاویه منفی در مورد مسائل بلوچستان ارائه بدیم، تا اینکه بگیم بلوچ‌ها انسان‌های بسیار متمدنی هستند که حتی هزاران نفر از اونها رو کشتن، ولی در این حال زنانشون این راه به مایه اعتراضی رو میکنن که نشون بدن که واقعا میخوان حرکت مسالمت آمیزی داشته باشن، نمیخوان این چهره مسالمت جو و این چهره مدنی مردم بلوچ رو نشون بدن، بلکه اون چهره خشنی رو که جندالله نمایندگی میکنه اون رو نشون بدن. و این یک اعتراض دیگر، نکته دیگری بود در اون اعتراضات ما که متاسفانه این رادیو تلویزیون ها در این مورد خطاکار هستند. من اگر خواستید توضیح خواهم داد در مورد اصلا این مشکلی که در بلوچستان پاکستان وجود داره چی هست و چرا این معترضین 750 کیلومتر راه به مایی کردن. ولی سکوت میکنم تا ممنون میشم از شما. گفتم خود من یکی از اونایی بودم که خبر نداشتم و کاملا به شما حق میدم که اینها باید پوشش مثلا این خبرها رو بگن و منتشر کنن و این هم تحت پوشش قرار بگیره، ولی ما دیدیم که وقتی یک کسی این کار رو انجام نمیده، مثل این میمونه که مثلا یه جایی اشکالی هست زنگ میزنیم میان درست میکنن، یه جایی اشکال هست زنگ میزنیم اون سازمان نمیاد درست کنه، قدم بعدی نامه مینویسیم، قدم بعدی نامه سفارشی میفرستیم، این روزا ایمیل میفرستیم که وجود داره و اون کسی که ایمیل رو دریافت میکنه خودش میدونه که فردا ممکنه یه مسئولیتی داشته باشه. من گلم از اینه که چرا دوستان الان از این امکانات به نحو احسن استفاده نمی کنن. بعد از طرفی باز سوال همین هست که چرا اگر کسی بخواد بره
دست به کشت و کشتار بزنه میتونه اسلحه و کمک و اینها پیدا کنه. ولی اگر شما دوستان بخواین یک رسانه خبررسانی آگاهی دهنده بلوچ درست کنید و راه بندازید، کمکی به شما نمیشه. کجای کار اشکال داره؟ آیا باز هم باید دیگران رو سرزنش کنیم یا میتونیم اون عیب رو در خودمون هم ببینیم و چون عیب رو ببینیم میتونیم رفع کنیم و بریم؟ لطف کنید یه مقداری هم بیشتر در رابطه با این راهپیمایی و شروعش و پیدایشش و دلیلش. خب الان واضحه اینها افراد خانواده هاشون گم شدن، به اسارت گرفته شدن، کیدنپ شدن، ربوده شدن، زندانی شدن. یه مقداری بیشتر این رو باز کنید تا افرادی که مثل من ممکنه تا امروز اونو نمیدونستن بدونن، بعد بگین چه کار ما میتونیم انجام بدیم به عنوان یک قدمی کوتاه تا کمک کرده باشیم به اینهایی که دارن احقاق حق و حقوق خودشون رو میکنن. بفرمایید. در مورد رسانه های بلوچی، خب میبینید متاسفانه بلوچ ها هیچ گونه رسانه‌ای رو ندارن. یعنی شما مثلا اگه مقایسه کنید بلوچ ها رو با بقیه اقوام غیر فارس زبان ایرانی، هیچ گونه رسانه‌ای رو ندارن. از آذربایجان شروع کنیم، آذری ها حداقل یکی دو رسانه دارن، تلویزیون 24 ساعته مثل گوناز دارن. آذربایجانی های ایرانی رو میگم. بیاییم پایین تر، کردها احزابشون هر کدوم رادیو تلویزیون خودشون رو دارن، احزاب ایرانی. در زم ده ها تلویزیون کردی هست که اینا میتونن ببینن. در مورد عرب ها هم به صورت تلویزیونی از خودشون ندارن، ولی در تلویزیون گوناز برنامه دارن و صدها کانال عربی هست که اونا حداقل میتونن زبان مادری خودشون، حالا گذشته از مسائل سیاسی، حداقل زبان مادری خودشون رو در این تلویزیون ها ببینند و برنامه نگاه کنند. ترکمن ها یکی دیگر از اقوام ایرانی، اونا هم میتونن حداقل تلویزیون ترکمنستان رو ببینن. یعنی وجود، یعنی این امکان وجود داره. در این بین سر ما بلوچا همیشه بیکلاه مونده و اونهایی که میخوان کمک کنن به بلوچ خیلی کمن و تنها کمکی میکنن اینه که حاضرن به ما یک جلیقه انتحاری بدن و برن بگن که شما این شیعه ها رو همسایتون رو برید بکشید، هم شما میرید بهش هم اونا. تنها کمکی به ما میشه اینه. و خب اونایی هم که میخوان این کار رو بکنن این کمک ها رو تقبل میکنن، ولی به هر حال این وقید من کمک نیست، جنایته. در نتیجه ما واقعا بی صدا هستیم از بین تمام هموطنان ایرانی. نکته دوم هم اینه که تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی جام جم برنامه به 17 زبان مختلف دنیا داره، از جمله چینی، از جمله ترکمنی، آذری، کردی، عربی، خیلی از زبانهایی که دولت در خاورمیانه هستن، در جهان هستن. تلویزیون جمهوری اسلامی، یعنی تلویزیون برون مرزیشو میگم، اینا حتی برای تحصیل قرار دادن یا تحصیل گذاری در روی بلوچستان پاکستان یا بلوچای مناطق مختلف به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضر نیستن یک برنامه دو ساعته تلویزیونی داشته باشن، در صورتی که به تمام کشورهای همسایه به همون زبان، یعنی ترکمنی به ترکمن صحرا، آذری به آذربایجان، کردی برای تمام کردستان یا عربی برای کشورهای عربی دارن، اما بلوچی رو ندارن متاسفانه. این از این. در مورد این راهپیمایی، ببینید واقعیت اینه که بعد از منم در مقالم به طور خیلی خلاصه اشاره کرده بودم و در اینجا اشاره کوتاهی خواهم کرد و اون اینه که در زمان استعمار انگلیس بلوچستان مثل مثلا نپال یا مثل کشورهای مثل برمه و جاهای دیگه نوعی پرنسیپالیتی بود، یعنی بخشی از اون هندوستان بزرگ به اون صورت نبود ولی یه پرنسیپالیتی داشت که وقتی هندوستان از انگلستان یا بریتانیا از هندوستان بیرون رفت، خب اون توطئه رو وجود آوردن که پاکستان رو وجود بیارن که این هندوستان یک هندوستان قوی نشه و دو حکومت بلوچستان در این حکومت کلات به جواهر نهرو و مسئولین هندی گفتن که ما میخواییم بخشی از هندوستان باشیم،
تا اینکه بخشی از پاکستان باشیم. شما از ما حمایت کنید ولی ما میخواییم یه پرنسیپالیتی باشیم، یعنی یک این حکمرانای شاهزادهی به اصطلاح نوعی خودمختار که خب همیشه بود در عرض 400 سال بوده. هندوستان ترسید، هندوستان گفت ما تو خواهد همین خود هندوستان الان که انگلیس دارن میرن بیرون مگه این سیستم رو برای بلوچستان قبول کنیم، خب این شاهزاده ها و پرنسیپالیتی ها از جاهای مختلف از راجستان بگیر تا اون ور هندوستان، اینا هر کدوم بخوان خودشون شاهزاده خودمختار باشن و تمام شیرازی هندوستان از هم میپاشه. این قبول نکردن، در نتیجه بلوچستان عضوی از یعنی بخشی از هندوستان نشد، مستقل مون تا یک سال از سال 47 تا 48. 48 ارتش پاکستان حمله کرد بلوچستان رو، خب زمینه خودش کرد و از اونجا دیگه دعوای بلوچ‌ها اینا شروع شد. 5 بار جنگ شروع شد، جنگ‌های مختلفی. یکی از بزرگترین جنگ‌ها سال 73 میلادی بود که شاه ایران به کمک ذوالفقار علی بوتو رفت و نیرو هواییش رو در اختیار بوتو گذاشت برای سرکوب بلوچ‌ها. خب می‌دونیم شاه هم در مورد سرکوب مردم منطقه زفار هم به عمان کمک کرد. عمان همیشه تا آخر عمر واقعا مدیون ایران و ایرانیست، برخلاف بسیاری از کشورهای عربی که رابطه بسیار بدی دارن. واقعیت اینه که در کشور ما در گذشته و الان هم ما داریم می‌بینیم که متاسفانه اون چیزی که در سوریه اتفاق می‌افته، در عراق اتفاق می‌افته، دولت ایران همیشه چه در زمان شاه و چه در زمان فعلی دخالت کرده در امور کشورهای همسایه و سرکوب مردم، بخش از مردم اون منطقه، چه در پاکستان، چه در عمان، چه در الان در عراق یا سوریه یا لبنان، همیشه دخالت کرده، از امکانات مردم ایران بر علیه اونا استفاده کرده. این دعوا ادامه داشته 5 بار تا اخیراً هم در زمان آقای مشرف این دعوا دوباره بیشتر صورت گرفت. ولی مشکلی که هست اینه که امریکا شدیداً محتاج پاکستان هست برای جنگ بر علیه تروریست، در حالی که پاکستان هر کاری میکنه اون امریکا تحمل میکنه، یعنی حتی آقای اسامه بن لادن رو پناه میده، تقبل میکنه، آمریکا قبول میکنه اونو. و پاکستان اصولا کشوریه که توسط ارتش داره اداره میشه، یعنی واقعا کشور دست ارتشه و سیاستمداراش هم یه مشت آدمای اکثرا فاسدی هستن که فقط به خاطر دزدی به قدرت میرسن و بعد یا کنار میرن یا در بیشتر موارد توسط ارتش کنار زده میشن. در ارتش پاکستان هم یک دستگاه مخوف امنیتی هست به نام ISI که اینتر سرویسز اینتلیجنت هست، یعنی تمام اینتلیجنت سرویس های مختلف رو اون اداره میکنه و خودش یه اداره خیلی مخوفی هست. در عرض چند سال گذشته اینها در مورد مسئله بلوچستان هر بلوچ فعالی رو که کوچکترین فعالیت مدنی داشته اینها رو گرفتن، بردن، شکنجه کردن، بعد جسد شکنجه شده شنو انداختن تو کوی و بیابان و کوچه و خیابان واقعا تا بقیه عبرت بگیرن. و این جریان ادامه داره. تا به حال حدود 18 هزار نفر رو دستگیر کردن بر اساس گفته های بلوچستان. خود پاکستان معتقده که بین 1000 تا 2000 نفر هست، نزدیک به 1000 تا جسد رو پیدا کردن و این جنگ ادامه داره. و در بلوچستان پاکستان هم گروه های مختلفی اسلحه به دست گرفتن و به کوه‌ها رفتن، مثل ارتش آزادی بخش بلوچستان یا ارتش رهایی بخش بلوچ و غیره. این زنانی که راهپیمایی کرده بودن خانواده همون مفقود الاثرها هستند که توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شدن و خبری ازشون نیست. یعنی دقیقا همون کاری داره در پاکستان در بلوچستان داره میشه که در آرژانتین یا شیلی در دهه‌های 70 و 80 میشد. ارتش میرفت این فعالان رو، مخالفان رو دستگیر میکرد و بعد جسد اینها در بسیاری از موارد پیدا میشد، بسیاری چون جسدشون پیدا نمیشد. اما متاسف و الان این گونه حرکت ها در همه جای دنیا، یعنی از خاور دور گرفته که مثلا در کشورهای مثل فیلیپین و اندونزی و غیره بود، یا در آمریکای لاتین، حتی در بعضی از کشورهای آفریقایی بود، الان دیگه نیست. تنها جایی که هست پاکستان هست و متاسفانه دولت آمریکا و انگلیس هم، آمریکا که 1 میلیارد خورده‌ای به پاکستان سالانه کمک میکنه و انگلیس هم چند صد میلیون
کمک های مختلف به پاکستان میکنه و بسیاری بخش وسیعی از این کمک ها هم بر علیه مردم بلوچ داره استفاده میشه. در نتیجه پاکستان و انگلستان و آمریکا هم به طور غیر مستقیم شریک این جرم هستن بر علیه مردم بلوچ. من از شما بسیار ممنونم. من اگر به شما دوستان بگم که از هر امکان کوچیکی باید استفاده کرد، ممکنه شما ها فکر کنید که منظورم مردم تیویه، ولی من دیدم بارها توی وسال تیوی، البته خب اون یک به اصطلاح هدف مذهبی داره، ولی دوستانی میان که صحبت سیاسی و فرهنگی میکنن با زبان بلوچ، و من حتی از آقای ملازاده بعضی وقتا میپرسم که این آقا چی میگفت و برای من ایشون زحمت میکشه ترجمه میکنه. چرا شما به این فکر نیستید که حتی تو این تلویزیون ها اگه بشه یک ساعت در هفته، دو ساعت در هفته، یا تلویزیون های اینترنتی رو خودتون شروع کنید؟ ما میدونیم که توی مصر یه پسر جوونی با این فیسبوک و اینها حقیقتا انقلاب کرد، و خب شما به صراحت گفتید، میگید که دولت پاکستان دولت فاسدیه، آمریکا و انگلستان هم پول بهشون میدن برای که احتیاج دارن به اون نیرو توی اون منطقه. من باز میرم دنبال این گراس روت که اینجا الان همه میگن آقای اوباما که برنده شد به این خاطره که این سازمانهای بنیادی و سازمانهایی که معروف از پایین، من با شما، شما با پسر عممون، بعد اون با اون، بعد یکی میاد سرمایه میذاره، پول میذاره، چرا امروز این کار رو نکنیم؟ چرا وایسیم برای فردا وقتی که میدونیم امروز هم حتی دیره؟ ببینید تلویزیون هایی ممکنه باشن که مثلا از جاهای مختلف از جمله از کشورهای عربی به سوی ایران، ولی بیشتر جنگ اونها مذهبیه، یعنی یک جنگ مذهبی رو شروع کردن. حالا ممکنه در میان این جنگ های مذهبی مسائل دیگر رو هم مطرح کنن، و اونها بیشتر توسط این کشورهای عربی حمایت میشن که در مورد مسائل پاکستان طرفدار مردم بلوچ نیستن. به عنوان مثال در دو هفته گذشته چند تن از این شیوخ عرب که رفته بودن بلوچستان برای شکار، برای شکار حیوانات وحشی که در بلوچستان وجود داره مثل آهو و خیلی از اینا، پاکستان به اینها اجازه میده بره بلوچ، یعنی اصلا براش از خب برای دولت پاکستان که جان انسانها هم مهم نیست، خودش داره انسانها رو میکشه و به عربها هم اجازه میده که برند. ای کاش من چند تا از این تصاویر رو براتون میفرستادم که اینا چقدر این حیات وحش بلوچستان رو نابود کردن. از کشورهای مختلف عربی میرن اونجا، چند نفر رو ارتش آزادی بخش بلوچستان، چند نفر از این عربها رو شیوخ بودن دستگیر کرده بود، خب بعد اینا رو دوباره آزاد کردن، ولی بهشون گفته بودن که اینجا بلوچستانه و شما اولا نباید بیایید حیات وحش اینجا رو از بین ببرید و از دولت پاکستان با دولت پاکستان همکاری کنید. منظورم اینه که عربها که الان منتظر بودن که برن یک چند تا بمب هم از پاکستان بخرن، خب اونا که هرگز نمیان طرفدار بلوچ بشن، و اگه تلویزیونی هم وجود میارن فقط میخوان جنگ مذهبی را بندازن که این در حیطه کار ما نیست. ولی در مورد گراس روت، بله حرف شما کاملا درسته، اما خب امکانات میخواد، یعنی واقعا به هر حال خود شما بهتر میدونید که یک حداقل امکاناتی لازمه. خود ما هم که داریم از خرج زن و بچه‌مون داریم همین فعالیت ها رو میکنیم، و برخلاف مثلا این تلویزیون هایی که عربا حمایت میکنن و پول های خیلی کلان میدن، شما خودتون میدونید تو هات برد برید با چند تا با یک سیگنال خیلی قویه که بتونه مثل بی بی سی و صدای آمریکا باشه، خب ماهی من دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم بین 50 تا 80 هزار دلار ماهی سیگنال قوی میخواد تو هات برد و جاهای دیگه هم باشه. ولی تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این مقاله ها رو بنویسیم در سایت های مختلف. خوشبختانه در بین هموطنان ما انسان‌های بسیار شریفی مثل جناب علی وجود دارن که آدم بعضی موقع اگه بگه من افتخار میکنم ایرانیم، اونم فقط به خاطر گل روی شماها هست. یعنی اون تعدادی از ایرانی‌ها که واقعا انسان هستن و
این درک رو دارند که هموطنانی رو مثل بلوچ که واقعا محرومن حالا به حد و اندازه و اون چیز خودشون صداشون رو منعکس کنن، ولی این یک حداقلی هست. اکثر اونها که امکانات وسیعی رو در اختیار دارن مثل بی بی سی و صدای آمریکا و غیره این احساس رو ندارن و ما ناچاریم این کار رو بکنیم و داریم این کار رو میکنیم. حالا من نمیدونم، مثلا من همین مقاله رو اگر میفرستادم برای بی بی سی شاید چاپ میکردن. من یادمه یه بار مقاله رو فرستادم برای بی بی سی ولی اونا معذوراتی رو داشتن. البته خیلی از مقاله من رو چاپ کردن، ولی منظورم اینه که هر حرفی رو، هر شکوه و شکایتی رو که ما داریم منتشر نمی کنن، مخصوصا اگر در مورد انتقاد از رسانه ها باشه که اونا میگن خب ممکنه این شاید رسانه های دیگه فکر کنه بی بی سی داره از اونها انتقاد میکنه. به هر حال این مشکلات وجود داره و ما هم باید با این کمی امکانات و این محرومیت هایی که وجود داره بسوزیم و بسازیم و از هموطنان فرهیخته و خوبی مثل شما که این امکانات رو در اختیار ما میگذارید باید تشکر کنیم. من از شما ممنونم، خیلی لطف دارید شما. اگر باز هم کاری از من، خدمتی از من بر بیاد در خدمتتون خواهم بود و من فکر میکنم که اگر اون نامه هایی رو که شما میگید حتی اگر ایراد باشه از رسانه ها وقتی برای اونها میفرسین دو سه جای دیگه سی سی کنید به اونها هم بگید، اونها هم بالاخره به قول آمریکایی‌ها سون اور لیتر دیر یا زود مجبورن به صدای شما گوش بدن، به نوشته های شما ترتیب اثر بدن. از اینکه با این وقت زیر چند دقیقه مهمون برنامه ما بودید، میدونم که در سفر هم بودید، ازتون ممنونم. به همین دلیل هم بود که شما نتونستید تصویری با ما باشید. امیدوارم در آینده بتونیم بیشتر صحبت کنیم و نتایج این راهپیمایی رو که خبرهای بهتری هم باشه به دوستان توضیح بدیم. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. منم تشکر میکنم از شما و از بینندگان شما که لطف فرمودند و واقعا به این درد دل ما گوش کردن و امیدوارم که در آینده بتونیم اگر مسائلی در رابطه بلوچستان اتفاق افتاد اونها رو شما هم مثل همیشه که همیشه لطف فرمودید مورد پوشش قرار بدید. من مجددا تشکر میکنم از شما و بینندگانتون. مرسی، به امید دیدار. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، با دکتر عبدالستار دوشوکی از انگلستان بودیم و میبینید دردها و قصه ها و اینها یکی دوتا نیست، آدم نمیدونه از کجا بگه و از چی تعریف کنه. ولی من باز برمیگردم به خودمون. مثلا من توی یه نشستی که اینجا بود دیدم اون آقای حسین بور اگه اشتباه نکنم، خب ایشون بلوچ هست، بعد میان پول اون مهمونی رو اینها میتونن بدن چند ماه یه تلویزیون 24 ساعته اینترنتی داشته باشن، ولی نمیدونم 5000 دلار 10000 دلار خرج میکنن، میان میرن دوستان رو میبینن و فقط میخوان بگن که ما این کار رو انجام دادیم. ولی اونجایی که ببینید آقای دوشوکی میگه ما از به اصطلاح خرج زن و بچه‌مون باید بگیریم برای همین فعالیت‌ها، وقتی با ایشون تماس گرفتم ایشون در مسافرت بود، وقتی گفتم دو بعد از ظهر گفتن اگه بشه سه بعد از ظهر که توی انگلستان ساعت لابد دیرتر شیشا چقدر نوع شب و اینها میشه تا رسیده باشن به یک جایی و بتونن صحبت کنن. من از ایشون ممنونم. باز هم اگر کاری از دست من، از این تلویزیون مردم برای شما دوستان بر بیاد در خدمت هستیم و خواهیم بود. این هم از یک غم دیگه از شرق ایران، از جایی که آفتاب برمیخیزه. من بلوچستان میرفتم و میمدم، میدیدم وقتی که خیلی میخوان برات احترام بذارن توی این خونه هاشون یه سری خار از بیرون برمیداشتن تو دریچه‌ای که نه شیشه داشت و نه چیزی میذاشتن، آب میریختن روش که باد که میاد به اصطلاح شما اونجا خنک میشی. بله، اینجور نبود که دوران شاه ساختمون های 5 طبقه و 10 طبقه ساخته باشن، ملاهای احمق خرابش کرده باشن. هم اون ظلم کرد به اینها، اینها هم ظلم مضاعف. و میبینید امانی رو که شاه سرباز میفرسه که بلوچه ها رو سرکوب کنه، همون امان امروز داره به آخونده کمک میکنه. دوستان، شاه و شیخ برادر هم دیگه بودن هستن.
خودتون رو گول نزنید، این نذارید، اجازه ندید زرق و برق این تاج و اون عبای زرین، نه اون تاج عمامه بود، این عبا هم همون عبای معمولی. و معمولا کسایی که کم فهم هستن یه عمامه و عبا و اینا رو سر خودشون میذارن. شما برو واتیکان، همین اوضاع هست، همین مذهبی ها همشون همینجوری یه چیزی میذارن که یعنی من از تو سرترم، در ردیف ما نیستی، ما بالاتریم، بلندتریم، هر کیم احمقتر تاجش درازتره، عمامش گنده تره. حالا بشینید فکر کنید و نذارید اون تعصب، اون زیبایی دروغی گولتون بزنه. تازه هیچ زیبایی هم توش وجود نداشت. کجای این زیباییه که شما مردمت گرسنه باشن، شما تاجت نمیدونم الماسش انقدی باشه، یا همین آخونده الان مردمت گرسنه باشن بعد از این همه پول خرج کردن به اینجا رسیده باشی که همون قراردادی رو که سالها پیش میتونستی بگیری. آقای هوشنگ امیرحمدی رو اگه بتونیم یه صحبتی میکنیم، این بنده خدا دنبال این بود که آقا این راهی که دارید میرید اشتباهه. آقای ظریف میگه ما این کاری کردیم که از این بدتر نشه. ببینید توی دستور زبان فارسی وقتی میگیم بدتر نشه یعنی الان بده. یکی میگه آخه پدر سوخته، شما که خودتون میگفتید خیلی هم خوب شده، ما به خاطر این تحریما نمیدونم فندک میسازیم میره برج، میره کره مریخ، پس چرا دروغ میگی؟ اول به خودتون دروغ میگی یا میان به مردم دروغ میگید ولی خودتون میدونید که چه خبر هست اون پشت. این هم ماجرای بیچارگی ملت ایران و این که ما یاد نگرفتیم از وسایلی که داریم استفاده کنیم. باز هم من به این دوستان میگم یادتون باشه عربستان رو یک جوون 20 چند ساله و این سیستم فیسبوک اینجوری زیر و رو کرد. البته آیا عربستان ببخشید عربستان نه مصر، آیا مصر به جای خوبی رسیده؟ اون دیگه بحثی هست که باید جدا صحبت کنیم. مرسی. این را هم از اردشیر عزیز. باز بریم سراغ این پرونده ها در دقایقی که موجود هست بخونیم و اینها را تمیز کنیم و بریم برای شنبه، یک شنبه، دو شنبه با شما خواهیم بود. پناهجوی دیگری رو معرفی میکنیم و تلاش میکنم که اگر بشه ساعت 3 هم مصاحبه ای داشته باشیم. چهارشنبه هفته آینده با آقای دکتر حسن ماسالی خواهیم بود تا در رابطه با 50 سال فعالیت صحبت کنند و همچنین کتاب جدیدی که ایشون نوشته. ببینیم که بله این ویدیوی دکتر محیط شماره 13 رو براتون گفتم، پس بریم باز ادامه بدیم ببینیم که کجا هستیم و چه باید کرد. تأملی بر ظهور و رشد عصر روشنفکری در تاریخ و تمدن انسان، چرا جهان اسلام از اصل روشنگری محروم مانده است؟ مقاله هست از آقای دکتر کاظم رنجبر، بزنید توی گوگل و اینها حتما پیدا میشه، اگر مایل بودید بخونید، اگر اهل خوندن بودید. همین نصیحت رو با آقای دوشوکی میکنم، بله شما زحمت میکشید این مقاله رو مینویسید، گویا لطف میکنه چاپ میکنه میذاره اونجا، نتیجهش چیه؟ شما مقاله که میفرستید توی مقالتون به مردم بگید با شما تماس بگیرن. اگر این مقاله رو که نوشتید 5 نفر تماس گرفتن این کارساز بوده. چرا تلویزیون ها دوام داره؟ برای که وقتی من میگم آقا خانم اگر این برنامه رو نگاه میکنید حمایت کن، طرف برمیداره چک میفرسه، این چکایی که میاد من میبینم که داره کار میکنه. این اینجا، اینم اینجا، اینا رو گذاشتم که برم دیپازیت کنم. یعنی شما خودتون باید چی میگن برآورد یا راندمان کار خودتون رو ببینید و این خیلی ساده است. تو هر کاری، تو هر کارخونه ای شما کار که میکنید بعد باید ببینید راندمانش چی بوده. اگر یه مقاله ای رو میفرستید که مردم بیان از این راهپیمایی حمایت کنن، باید پایینش بنویسید به چه سازمانای مراجعه کنید، بعد بنویسید ضمناً لطف کنید به ما هم بگید. من وقتی یه نفر یه تومار میفرسته، پتیشن میفرسته، ضمن اینکه امضا میکنم میگم کشت و کشتار چاره نیست و زندانیا رو آزاد کنین، برای اون دوستمونم مینویسم که من الان این کارو کردم، که اون بدونه نتیجه این توماری که فرستاده یه نفر سوربی اینجا، 200 نفر اونجا، 400 نفر اونجا، بفهمه این کار رو بیشتر انجام بده.
ما مشکلمون اینه که نیرو و انرژی و پول و وقت میذاریم جایی که خبر نداریم. نمیخوام بگم هیچ اثری نداره، حداقل خبر نداریم که اثرش چی بوده. شما اگر یه تلویزیونی باز کردی مثل اون دوست ورشکسته یه بدبختمون، دیدی هر چی میگی کسی کمکت نمیکنه، برای خودت یه ددلاین بذار، یه اولتیماتوم به خودت بده، بگو من سر این ماه میبندم میرم، اگر کسی میخواد چیز کنه. نه این بازی علم شنگهی که هر دو ماه یه بار بیاد بگی اگه پول ندید میبندم میرم، یه نفر دلش بسوزه دوباره 200 دلار بده شما دوباره ادامه. چند بار تا حالا اومدید اسم نوشتید؟ چند بار تا حالا اومدید گفتید که بیاین عضو این کلوب بشید، عضو اون کلوب بشید؟ اون وقت ایراد نگیرید از آقای همایون. آقای همایون حداقل 1000 نفر جزء خانواده‌شه. هر وقت گفتم میخواد بره نیویورک، ملت ها از کالیفرنیا جمع میکنه میاره نیویورک، اونجا هتل میگیره، چلو کبابی میگیره، راهپیمایی میکنه. شما چه کار میتونی بکنی؟ من دیدم آقا من نمیتونم این کارو انجام بدم، من میام اون قدری که میتونم، اون قدری هم که نمیتونم میرم کار میکنم، میام برای این دلخوشی خودم. من فکر میکنم با آگاهی دادن، چون اینجا میگن knowledge is power، یعنی دانش و دونستن و آگاهی قدرت میده. از اون برم میگن اگه میخوای قدمی برداری inform your community، یعنی کامیونیتی خودت، محل خودتو، قوم خودتو، دوست خودتو، هموطن خودتو inform، بهشون آگاهی بده. خب این وسیله برای من هست، من این کار میتونم انجام بدم. یکی دیگه بهتر میتونه انجام بده، در یه سطح دیگه بیاد انجام بده. این هم از این ماجرا. باز همون روزنامه و تقدیرنامه از آقای چیز هست و کاخ سفید هم گفتم جزئیات توافق رو هر کی میخواد بره بخونه. من حقیقت خیلی برام مهم نیست، چون تو این کارهای سیاست همین وریا دروغ میگن، همون وریا دروغ میگن. بیشتر وقتا باید وایسیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته، و الا از اینکه این چی نوشته، این چی امضا کرده، به درد من و شما نمیخوره. یکی از دوستان نوشته سند مهمی در راه است، منتظر مقاله آخر این اندیشکده باشید به نام شام آخر. یعنی حالا ما باید بشینیم منتظر مقاله اندیشکده تردید باشیم. چشم. بازی اصلی چیز دیگر و بازیکنان اصلی هم کسان دیگری هستند. این کار شما من رو یاد آقای احمدی نژاد میندازه. دوست عزیز اگر چیزی میدونی و بلدی، خب همین امروز بنویس. وایسید من یه مار دو سر از توی این قوطی میخوام بیارم بیرون. نکنید این کارا، زشته. نظام در آستانه بازی خوردن تاریخی خود قرار گرفته است، مانند مصدق و فاطمی و یک مشت احمق مملکت را به گاه خواهند داد. این نوشتنشونه. ببینید جوستان، حالا اینها میخوان فعال سیاسی من و شما باشن. متاسفم واقعا براتون. همانطور که بزرگان نظام ظریف و روحانی نیستن، بزرگان جهان هم کری و اوباما نیستن. همانطور که تحریم یک بازی اقتصادی برای کنترل و غارت است به اسم توافق پولهای. خب شما که مقاله رو نوشتی دیگه چیشو گذاشتی برای بعدا؟ کارمون خیلی خرابه. و مقاله در مورد راهپیمایی یک ماهه و طولانی زنان بلوچ در مورد راهپیمایی 750 کیلومتری اگه خواستید اون رو هم یا با اسم خود آقای عبدالستار دوشوکی توی گوگل سرچ کنید، جستجو کنید، پیدا کنید. اگر نه من ایمیل بفرستید براتون، من این رو میفرستم. نه یک سال دیگه، سال 2014 برای من ایمیل بزنید سوربی جان امروز داشتم ویدیوی 29 نوامبر 2013 رو نگاه میکردم، لطف کن مقاله آقای دوشوکی رو برام بفرست. خب متنی زیبا از نشریه دانشجویان شریف. آنها که میروند وطن فروش نیستند. این رو قبلا هم خوندم ولی لازم ما یه چیزایی رو تکرار کنیم. آنهایی که میمانند عقب مانده نیستند. آنهایی که میروند نمیروند آن طرف مشروب بخورند. آنهایی که میمانند نماندند که دینشان را حفظ کنند. همه آنهایی که میروند سبز نیستند. همه آنهایی که میمانند پرچم به دست ندارند. آنهایی که میروند یک ماه مانده به رفتنشان غمگین میشوند، یک هفته مانده گریان میشوند و یک روز مانده به این فکر میکنند که ای کاش
وطن جایی برای ماندن بود و آنهایی که میمانند میمانند تا شاید روزی وطن را جایی برای ماندن بکنند. نقطه سرخط، نشریه دانشجویان دانشگاه شریف. و اما آسمان دیلی نیوز، پیشخان، اینها جایی هست که شما خبرها رو میتونید برید نگاه کنید. و اینکه آیت الله خمینی، باز آقای تحلیلی، ایشون هم چندین ایمیل میفرستن در هفته، خیلی جالبه. با آقای کهلیلی میگم دوست عزیز، شما که اینجوری میگی، خب اینا هم دروغ میگن. میگه بله. میگم خب تو ما وقتی این دروغ میگه اونم دروغ میگه، نمیتونی یه نفرشو سرزنش کنی. اگه میخوای آدم درستی باشی باید دو نفرشو سرزنش کنی. نمیدونم، شاید اینجا حقوقی چیزی میگیری. فعلا آیت الله خامنه ای کلیمز ویکتوری فور نوکلیر پاور پروگرام یو اس ایران سیکرت دیر ریلیف اوور ا ایر اگو. اینایی که من بعضی وقتا میگم دوستان، اینها رو یک سال پیش این قراردادها رو تهیه کرده بودن، ریختن، صحبت کردن. اصلا این تعویض و عوض شدن خانم هیلری کلینتون با جان کری، اینها ممکنه یکی از چیزاش همین بوده، چون خانم هیلری کلینتون یک سرسپردگی خاصی به اسرائیل داشت و یک دشمنی خاصی به ایران. شاید جان کری رو آوردن، میدونید داماد جان کری ایرانیه، نظرش یکم بهتره. در هر صورت نمیدونم. بالاخره بعد از بیش از 30 سال مرگ بر آمریکا گفتن و سنگسار نمودن این شیطان بزرگ که خون جوانان ما نیز از چنگ او میچکد، با او دست دادید و به توافقاتی رسیدید که باید آن را به فال نیک گرفت و خوشحال از اینکه فعلا سایه جنگ از سر این مملکت کنار می رود و می توان امیدوار بود که مشقات و سختی های ناشی از تحریم ها تا حدی مردم میهنمان را راحت بگذارند. آیا نمی توانید کمی هم با مردم به توافق برسید؟ مردمی که سالهاست همه مشکلات و سختی‌ها را به جان و دل خریدند، نه شما را به لشکرکشی تهدید کردند و نه تسهیلات نظامی به رخ ما کشیدند. مردمی که اصولاً از این آب و خاکند و دلشان برای ایران می‌تپد. همان مردمی که زمانی از ایشان به عنوان ولی نعمت خود یاد می‌کردید و امروز خس و خاشاک می‌نامیدشان. بخشی از تحریم هایتان را بردارید تا مردم نفسی تازه کنند. مادران مظلوم ما که سالهاست از دیدار فرزند محرومند، برای نشاندن شما پای میز مذاکره ابزار تهدیدی در دست و گزینه‌ای روی میز ندارند جز آهی برآمده از نهادی رنجور و دلی پردرد. شما را اگر وجدانی هست کینه‌ورزی را کنار بگذارید. شخصی به نام حسین زمان نوشته. این حسین زمان خیلی خوب نیست، چون حسین همیشه سر شخص بالای نیزه و کشته شده. آقای سوری، این رو دوستمون آقای کفایی نوشته و من هم برای ایشون میخونم که در ایام این تنکسگیوین و اینها از من دلخور نباشه. از اینکه در برنامه 22 نوامبر تلویزیون مردم شعر دلنشین سهراب را به این شرمنده هدیه فرموده اید بسیار سپاسگزارم. من از دلبستگان سروده های سهراب هستم و در کتاب چاپ نشدم بر ایران زمین باد از من درود صحبت کردن. بعد از اونم برای من ایشون لطف کرد ایمیل نوشت و من هم به ایشون گفتم که امیدوارم از من دلخوری نداشته باشید. من معمولا اون چیزی که به مغزم میاد، ببخشید، دوبار توی دهنم و اینها تکرار نمی کنم، اون رو میگم. حالا بعضی وقتا این یکم تلخ ناخوشاینده، شما خودتون به شیرینی و خوشی خودتون خوشایندش کنید و ببخشید. بله، اینجا نوشتن که شما هم به حق سهراب را دوست دارید و هم حافظ را، و چند تا خط نوشتن. خب ایشون شعرهای بسیار خوبی هم گفتن و نوشتن، ولی من اتفاقا اینو باید بگم، این حالا یا اشکال یا ذات مدیا اینه، بارها گفتم 100 تا هواپیما میاد میشینه هیچ خبرنگاری گزارش نمیکنه، یه دونه هواپیما یه چرخش باز نمیشه، همه میدونن اونجا از صبح تا شب گزارش میکنه. میلیون ها ماشین صبح تا شب تو جاده ها به هدفشون، به منزلشون، به مقصد کارشون میرسن، یه تلویزیون گزارش نمیکنه.
ولی یه دونه ماشین تصادف میکنه توی همین یخبندون اینا، اینجا 12 نفر کشته شدن تو تصادفات، اونو گزارش میکنه. باز برای آقای دوشوکی و دیگر دوستان این رو بگم، مردم هم عادت کردن که خبرهای بد بشنون، به اونها بیشتر اهمیت بدن. اون مردم هستن که بیشتر اهمیت میدن به جندالله که رفته نمیدونم این کار کرده اون کار کرده، اونم بر اساس بیننده و شنونده‌اش. حالا این وسط شما باید بیای مثل مجاهدین که میدونن مردم بهشون اهمیت نمیدن، خودشون بلنگو بذارن داد بزنن، تا بلکه یک کسی از ترکیه بلند چه بره اونجا، بلکه یک کسی از ایران بلند چه بره اونجا، بعد این بیچاره وقتی فهمید اینا درست نگفتن بخواد بیاد یقش میگیرن. نمیخوام بگم شما هم مثل مجاهدین کسی طرفدارتون نیست، ولی باید بیاین بلنگوتون رو ردیف کنید، بذارید صحبت کنید، ببینید نتیجهش چیه. یه ماه این کار رو انجام بدید، توی آمریکا رسم 3 ماه 13 هفته این کار رو انجام میدن به عنوان پایلوت، به عنوان آزمایشی. بعد آخر 3 ماه میشینن میگن آقا ما 8 سال مقاله نوشتیم، ولی الان ما یه لیست ایمیل داریم، بیش از 3000 نفر روی لیستمون هست. درخواست میکنن از این لیستشون. اگر بعد از 3 هفته به ما بعد از 3 ماه به ما اطمینان پیدا کردید، لطفا حمایت کنید. حمایت میکنن. برای آقای حسین بر نامه بنویس. آقا شما این روزا با اسکایپ میتونی با آقای نوری علا، با خواهر ایشون دل بگیری، قلبه بگیری، شعر بگی، شبهای شعر را بندازی. بیا اون پول سفرت رو خرج این کار کن. اگر آمد تکلیفش معلومه، اگر نیامد همین آقا رو شما معرفی کن، بگو آقا این آقای حسین بور که ادعا میکنه فعال سیاسیه، اینم چون رفت تهران درس خوند و فلان بیسار بلوچستان رو ول کرد و الانم از بلوچ به اون عنوان جوک و اینها صحبت میکنه و حرف میزنه. اینجوری باید بشه مردم دوست و دشمنشون رو بشناسن. در صورت اگر کاری از من بر بیاد در خدمت هستم، حاضر و آماده. معاهده ترکمنچای نوین بالاخره امضا شد. بعضی ها این قرارداد ژنو رو تشبیه میکنن به معاهده ترکمنچای و خودنویس هم هفته پیش یه مقاله رو نوشته بود، 4 آذر یعنی 4 روز پیش، معاهده ترکمنچای نوین بالاخره امضا شد. اگر کسی مایل باشه اون رو هم بره از توی خودنویس که یه وبسایت خوبی هست، اون هم همشهریمون شیرازی آقای نیکاهنگ کوسر، اون رو هم داشته باشیم. بله زنان بلوچ ممنونم. سعید یک مقاله رو فرستاده، ضمناً چون سوال کردم راجع به هنوکا و تانکسگیوین، مثل همیشه این دوست عزیزمون برای من فرستاده. According to the most commonly cited calculation، میگه طبق برآوردهای نمیدونم تقویم و تاریخ و اینها، not only has this not happened for her، نه تنها این برای 125 سال گذشته اتفاق نیفتاده بود، دیگه اتفاق نمیفته تا 70,000 سال دیگه که هیچ کدوم از ما نخواهیم بود. ولی سوال اینه اگه 125 سال گذشته اتفاق افتاده، حالا باید اینجوری باشه 125 سال دیگه باز اتفاق بیفته. یه چیزی هم بوده اون وقتا، این میگفتن 120 سال عمر کنی برای این چرخش گردش خورشید و نمیدونم اینا بوده که هر 120 سال یه اتفاق میفته. اونم برای من گوگل کن ببین چه اتفاقیه که هر 120 سال اتفاق میفته. و مردم وقتی میخواستن به هم دعا کنن و بگن عمر طولانی باشه، که تو ایران هم هنوز میگم 120 سال عمر کنی، از اونجا میاد. در اصل ایشون نوشته که that's because the Jewish calendar is shifting in relation to Georgian calendar very very slowly at the rate of 4 days every 1,000 years. میگه برای که تقویم کلیمی ها بر اساس تقویم جورجیان یا گرجستانه، یا هر 1,000 سال 4 روز تغییر میکنه. میدونید که مثلا تقویم ماه شمسی با اون یکی چیه، یکی شمسیه یکیش چه میدونم یادم رفت، یک 290 روزه، یک 365 روزه، اونا هم تغییراتی میکنه. به همین خاطر هست یه روز ماه رمضان تو تابستون میفته، یه دفعه توی زمستون میفته، یه دفعه ماه محرم میاد میخوره تو عید، یه دفعه وسط تابستونه و الی آخر. در اصل اون چی که مهمه برنامه‌مون رو با
عید هانوکا و تبریک به این دوستان شروع کردیم، با همینم تموم کنیم. ممنون باشم از داشتن دوستانی مثل داریوش، چه از آلمان چه از تگزاس، سعید از کالیفرنیا و دوستان دیگه. ضمن این که ازتون خواهش میکنم اگر امکان داره براتون حمایت کنید تا ما بتونیم اینجا وسایل بهتری، سیستم بهتری تقدیم حضورتون کنیم، سیستمی که خودتون گواه هستی، یک نفره و دست تنها اینجوری نور، تصویر، صدا، آرشیو. خب ما باید یه جوری قدردانی کنیم. این هم متاسفانه آقای دوشوکی بیا اینجا برات بگم، خود منم یکی از اونها هستم، بچه‌مون هر کار خوبی انجام بده نمیگیش بابا خیلی کار خوبی انجام دادی، یه روز نمرش از 20 بشه 19 میگیم برو حق نداری تلویزیون نگاه کن. میایم این ورون ور نق میزنیم آقا فلان تلویزیون اینجوریه، برنامه سر ساعت شروع نمیشه، مردی که نمیدونم انگار اومده خونه فلان اینجوری فلان بیسار اینها، ولی اونی که کارش درسته، سر ساعت میاد، نورش خوبه، صداش خوبه، آرشیوش خوبه، بایگانیش خوبه، اینها حمایتش نمیکنیم. چرا نمیدونم. فکر کنید در موردش دوشنبه با هم صحبت میکنیم، دوشنبه با یکی از دوستان از جبهه آزادی خواهان از سوئد خواهیم بود، آقای سعادتی اگر اشتباه نکنم. امیدوارم که ایشون هم به زودی بتونیم خبرهای خوبی داشته باشیم ازش. و این بنده خدا هم میرن چندین بار رد میشن، مردود، باز دوباره اقدام میکنن، اینها خیلی شرایط بدی هست. امیدوارم هر چه زودتر اینها کاراشون درست بشه و راحت بشن. دوستان عزیز ساعت 3:57 است. اجازه بدید من یک دونه یک ویدیویی هست در مورد امام حسین، جوونا تو ایران انتقاد میکنن. باز من تعجب میکنم که این ویدیو، ببینیم بعدش من براتون صحبت میکنم. مرسی. ذکر مصیبت‌های امام حسین توی اون دوران باعث شد که حکومت بنی امیه از هم بپاشه. تأثیر این ذکر مصیبت‌ها تا امروز هم ادامه داره. این مراسم باعث میشه که ما یادمون نره که آدم تا کجا میتونه عاشق باشه. من با مراسم این دهه اصلا موافق نیستم. به نظر من رفتاری که از ما انجام میشه توی این دهه از دید کسایی که از بیرون به ما نگاه میکنن یه جور رفتار افراطیه. ولی برای ما مهم نیست که دیگرون چه نگاهی به ما دارن. چرا مهم نیست؟ بالاخره ما توی جامعه جهانی زندگی میکنیم. ولی من فکر میکنم که این مراسم بیشتر روحیه مبارزه طلبی و ظلم ستیزی رو توی ما بیدار میکنه. برای زندگی ارزشتن روحیه ظلم ستیزی این همه شیون و زاری لازم نیست. اونم برای کسی که 1000 سال پیش کشته شد، شهید شده. خیلی خوب شما درست میفهمید، شهید شده. مگه ما نمیگیم شهادت یکی از بلندترین درجاته؟ خب امام حسین هم به این درجه رسیده، این که انقدر ناراحتی نداده. خب دوستان عزیز، این ویدیو هم مثل اون ویدیوی جمشید مشایخی در رابطه با آذری ها که ماه آذر رو میگه، این دوستان میگن در رابطه با آذربایجانی ها میگه، درباره خودش میگه، درباره خوب بودن سگ میگه، عوضش کردن اونجوری، این ویدیو هم out of context هست. یعنی از هر جایی که دلشون خواسته اینو آوردن بیرون، میخوان اینجور. اینا اگر کاملش رو ببینید میبینید که آخونده از این ویدیو استفاده میکنن به نفع خودشون. اولا نشون میدن که به به چه آزاده، تو کلاس دانشگاه کلاس ها مختلف دختر و پسر اینجوری انتقاد میکنن، اینجوری بحث میذارن. درست این مثل شعرهای آقای حالوه، مثل برنامه آقای نوریزاده. شما الان اگه یک کسی بیاد بگه آقا تو ایران آزادی نیست، آخونده ها میگن آقا بیا این برنامه آقای حالو رو بیا ببین، خودت بیا اصلا دعوت میبریم. شما ما بگو آزادی هست یا نه. این آقای نوریزاد اصلا دیگه الان ایران هم داره راه میره، به ما بگو هست یا نیست. اینم مصاحبه توی تلویزیون ها اومد. اینها سوپاپ اطمینانه. متاسفانه روشنفکران ما یه مش آدمایی هستن که ادعای روشنفکری میکنن ولی حقیقتا نه ابزارشو دارن که دانشه و نه بلدن که چجوری این رو درست کنن. چون شما ابزارشو نداشته باشی نقشه هم بکشی این نقشه به جایی نمیره، ساخته نمیشه. و ما همیشه بی نقشه میزنیم به چی میگن؟ به کوه و صحرا.
در هر صورت اینم یکی از دوستان برای من فرستاده بود که آقا ببینید توی ایران هم از امام حسین ایراد میگیرن. گفتم بابا جون اینو برای دلخوشی من و شما و دیگران فرستادن، خیلی زود غافلگیر نشید. جوگیر میگن چی میگن؟ بذارید من این تصویر رو یکم کوچیک‌تر کنم. از آقای سعید کاووسی ممنونم که این رو فرستاده و به درستی هم میگه، میگه که شما که فکر میکنید توی آمریکا بدبخت نیست، ببینید اینها توی سرمای دیشب از لباساشون میبینید چقدر سرده، رفتن صف کشیدن دوستان، نه برای نون، نه برای کره، نه برای مدرسه بچه، برای وسائلی که میخواد مثلا تلویزیون رو نمیدونم توستر و فلان و بیسار و اینها. اینی که آقای اجلالی میاد اینجا از اون آقا میپرسه آقا شما که رفتی ایران کسی رو دیدی که از گرسنگی بمیره؟ بعد طرف میگه آقا همه گرسنه هستن. من میدونم، تازه اگه اون طرف بگه بله کسی رو دیدم، بهش بگه بی انصاف اون روز یه دونه نون بهش دادی بخوره؟ این باز برمیگرده به حرف من که هی شما نگید آخوند رو میخوایم ببریم دادگاه. آقا آخوند رو نمیخوای ببری دادگاه، یه کفش 7 دلاری بخر بچه بره مدرسه آگاه بشه، اون پدر آخونده رو در میاره. اگر به بچه هایی که 7 سالشون بود 30 سال پیش کمک کرده بودیم، الان اونا 37 سالشون بود و تو ایران بودن و میشدن سرباز شما، نکردید این کارو. نشستید از دور، هی رفتید چلو کباب خوردید، هی شبا توی میتینگ ها آروغ زدید و بوی گند پیاز و گوشت مرده را از این ور سالان فرستادید اون ور سالان. اون بیچاره ای هم که با یه هدفی اومده بود برای وطن و وطن پرستی، گفت بابا اگه این وطنه من نمیخوام. شعر کی بود خونده بود؟ پدر وطن اگر این بی پدر است بر فلان، که اون هم ماجراش حل نشد. ببینم عکسی که براتون گذاشتم اون روز خوندم، این یکی هم جالبه که میگه بعضی وقتا با دیوار صحبت کردن، متنشو براتون بخونم. گاهی اوقات صحبت کردن با دیوارها با فایده تر از صحبت کردن با برخی از افراد است. نشون بدیم که دیوار نیستیم و میتونیم گوش بدیم، تصمیم بگیریم، تحقیق کنیم و کاری انجام بدیم. مجددا از آقای عبدالستار دوشوکی ممنونم و اگر باز هم در آینده کاری از دست من و این تلویزیون نقلی بر بیاد، دوستان تماس بگیرید با آقای عبدالستار دوشوکی، بگید که ما برنامه شما رو توی تلویزیون مردم شنیدیم، من حاضرم مثلا اینقدر کمک کنم یا این کار رو انجام بدم یا این نامه رو بنویسم که شما بتونید اون کار رو انجام بدید. باور کنید اگر بخوایم میتونید، خواستن توانستن است. امشب اگر بخواید برید امیدو ببینید، امید جلیلی در نیویورک و فردا شب امید جلیلی و مکس امینی در واشنگتن، هفته آینده 8 خشکسالی و دروغ در فیلادلفیا. و باور میکنید ما اون روز تبلیغ اینها رو براشون گذاشتیم، یوتیوب ما رو از اون آگهی ها محروم کرده، میگه این مال یک آقایی که من خودم شنیدم آقای بزرگمهر از این آقا اجازه گرفته برای این ستار و موزیکش. ولی تا ما میذاریم بگیم بابا خود ما اجازه داریم اینا به ما دادن فلان تا چیز کنه، ما 300-400 تا بیننده روی یوتیوب داریم. اونا کسایی که رو تلویزیون اینها ندیدن به موقع، یا رو بازپخش ندیدن، یا ویدیو آن دیمند دوست دارن هر وقت وقت دارن، اینا هم هر کدومش 2 سنت 5 سنت 4 سنت چیزه، میگه اوکی حالا ما داریم تحقیق میکنیم. تا وقتی جواب میاد دیگه اینا رو دیدن دیگه، کسی که هر روز نمیره که آهنگ گوگوش و اینها نیست که هر روز بیاد. شما برید آهنگ گوگوش و اینا رو نگاه کنید، 20 سال پیش یه آهنگی رو یه کسی گذاشته، 20 سال که دروغ میگه 10 سال پیش گذاشته، هر روز چند تا کلیک میشه. ولی برنامه ما وقتی میان میبینن خب دیگه دیدیم، پس فردا دوباره سوربی میاد میشینیم صحبت میکنیم. دوشنبه با شما خواهم بود، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بله ما معمولا جمعه ها که بعد از تعطیلی و قبل از تعطیلی برنامه نمیذاشتیم، امروز این برنامه رو تقدیم کردیم به شما که شاید به رگ غیرتتون بر بخوره و اگر مایل باشی حمایت کنی. مرسی، روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدارتون دوشنبه آخر ماه نوامبر اول دسامبر. مرسی که با ما بودید.